سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط هر... خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه پرچونه از تلویزیون مردم، سلام دوباره عرض میکنم. امروز یک شنبه هست، ساعت مثلا یک بعد از ظهر قرار بود بیایم خدمتتون که متاسفانه اشکال فنی پیش اومد از طرف من و اینجا دردسر پیش اومد و خلاصه نتونستیم سر موقع خدمتتون برسیم. میبخشید و از همکاری دوستان تو تلویزیون مردم بسیار بسیار تشکر که بر صورت همراهی میکنن و مشکلات درک میکنن. بر صورت هستیم در خدمتتون. دو هفته پیش بود که آخرین برنامه زنده پرچونه رو با هم داشتیم. هفته پیش هم که در گروه newpinkpages.com و راهنمای مشاغل بانوان برنامه لایو داشتیم و در خدمتتون بودیم. به صورت این دو هفته رو اصلا میس کردیم شما رو. برنامه تلویزیون شوی پرچونه روزهای یک شنبه اجرا میشه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و رادیوی پرچونه هم ساعت‌های برنامه زنده‌اش هست 11 صبح سه شنبه و 9 شب سه شنبه. برنامه تغییر کرده، از روزهای جمعه و یک شنبه ما برنامه رو برداشتیم چون یک شنبه بر صورت برنامه پرچونه توی تلویزیون مردم هستش که البته داره از رادیوی پرچونه هم ریلی میشه و داره پخش میشه و روزهای سه شنبه ظهر یعنی نزدیک ظهر برای آمریکا هستش که میشه ساعت خوبی در ایران برای شنوندگان ایرانمون و باز هم به نحوی تقریبا همون یا شاید چیز دیگه رو تکرار میکنیم ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس که روز سه شنبه میشه. برسا دوستان دیگه خودتون تبدیل بکنید و ساعتها رو تغییر بدید و تبدیل کنید و دستو ببینید کجا هست. هر جای دنیا یه ساعت داره. بله، شوی پرچونه طبق معمول همیشه is the open talk, hands-on training برای کسایی که میخوان برن to the world of dating. بزرگترین جنگ و دعوایی که تو شوی پرچونه میشه حالا یا زنها جلبست میکنن یا مردها جلبست میکنن یا اسپانسرها جلبست میکنن یا تبلیغات دهنده ها جلبست میکنن یا حالا هر کسی که جلبست میکنه، به خاطر این هستش که ما اینجا واقعیت های دنیای دیتینگ رو برای شما شرح میدیم. به این معنی نیستش که ما این واقعیت رو دوست داریم یا من تعیین کردم یا من تشویق میکنم یا من ترغیب میکنم شما رو حتما این کار رو انجام بدید. نه، من چه بگم کاری رو بکنید چه بگم کاری نکنید از تورات و انجیل و قرآن و اوستا و بقیه کتابای مذهبی و اون همه پیامبرانی که اومدن گفتن به شما چه کار بکنید یا حالا شما خیال میکنید که اومدن گفتن به شما چه کار بکنید یا به شما گفتن که اومدن به شما بگن چه کار بکنید، اونا کاری نداریم. از اونا قوی تر نیستیم. اونا برای شما چیزایی گفتن که شما هم انجام نمیدید. من چه بگم انجام بدید چه بگم انجام ندید چیز رو عوض نمیکنه. برصورت ما داریم اینجا راجع به کاری که شما دارید الان انجام میدید صحبت میکنیم و میخوایم که این کار رو شما اگر انجام میدید و در دنیای دیتینگ هستید به قول معروف بدون دلخوری، دلشکستگی، ناراحتی و سمود انجام بدید، نرم و سمود و گیم و بلد باشید. میگم فلانی باش با اون دوست شدی؟ اون خیلی پلیر ها آف کورس که باید پلیر باشی. این دنیای دیتینگ دنیای پلیینگ دی گیمه. اگه قرارشو پلیر نباشی که میبازی، اگه پلیر نباشی عاشق یه نفر میشی بلا فاصله، بعدش هم دلخور میشی، بعدش هم از همه مردا بدت میاد تا آخر عمره، یا که خودکشی میکنی یا میری اونو میکشی. به خاطر که تو پلیر نیست، باید بلد باشی. شما یه میز پوکر اگه باشه که یا میز 21 یا 22 بلک جک یا هر چی که دیگه هستش
بری اونجا $1000 هم پول ببری بذاری روی میز، وقتی گیم و بلد نباشی، پلیر نباشی، چه اتفاقی میفته؟ The first minute you lose all your game. تمام چیزاتونو در همون دقیقه اول پولاتونو لوز میکنی وقتی بازی رو بلد نباشی. وقتی پلیر نباشی don't come into the game. همه خیال میکنن که خیلی خوب، پس دختر نجیب ما تربیت کردیم تا سن 17 سالگی، حالا عزیزم برو در دنیای دیتینگ و نشون بده چه نجیبی و از چه خانواده‌ای هستی. اون اصلا همچین مسئله‌ای رو اونجا نمیتونه نشون بده. تو برو تو دنیای دیتینگ و مواظب باش با هر پسری میری بیرون به دست نزنه و دنبال کسی باش که تو رو برای شخصیتت بخواد، برای نجابتت بخواد، برای انسانیتت بخواد، برای خانواده خوبت بخواد. و با این چرندیات دختره رو میفرستید بیرون. دخترم هم همین چرندیات رو بچ فایل دانلود میکنه تو مخ پسرهایی که میبینه. پسرها میبینن مثل که خیلی کوکوه، خیلی تو خوابه. چی بهش بگن آخه؟ بگن نه اینجوری نیست، مگه ما دامنتو دیدیم خوشمون اومد؟ نمیتونه که اینو بهش بگه. اونو گفت روز عمره ازدواج خیلی خوبه. اون وقت میری تو چی؟ دروغ گفتم. پسرها چرا آدم دروغ میگن؟ خب به خاطر اینکه شما مجبورش میکنی دروغ بگی. تو از چی من خوشت اومد؟ اون اگه بگه من از سینای تو خوشم اومد یا از باسن تو خوشم اومد، که تو ناراحت میشی. با تعالیم الهی که مامان اسمت یاد داده اومدی بیرون، این با این تعالیم الهی نمیخونه. در نتیجه تو بلافاصله باید بزنی تو گوش اون و بگی چقدر پسرو کثیفن، حالا دادم واسه یه چیز میخوام. شما یه چیز دیگه ای داری bring it on. اگه خواستنی بود هستیم، اگه خواستنی هم نبود خب نیستیم. reality baby reality. بر صورت امیدواریم که الان صداها خوب باشه. ببینم صداها خوب هست یا نه. خیلی خوب. ریالیتی اولین درس دنیای دیتینگه. این دعوایی که تو شوی پرچون نمیشه سر این هستش که خیلی از کامنت هایی که من میدم با اون کتاب، با اون قصه های قشنگ فریتیلی و افسانه هایی که شما میخوندید وقتی 5 سالتون بود و بعد اومدید بیرون که اینا رو اپلای بکنید به دنیای واقعی، نمیخونه و شما رو عذاب میده. شما میتونه 16 سالت باشه، میتونه 66 سالت باشه، وقتی مخ تو دنیای واقعی نباشه، تو دنیای هپروت باشه، فرق نمیکنه، همون آدم هستی. در اینچه دعوا میشه. البته چوه پرچونه ما همیشه باز هست، تلفنمون برای شما. تلویزیون مردم داره پول خرج میکنه برنامه رو به شما میده، من دارم پول خرج میکنم این برنامه رو به تلویزیون مردم میدم. شما هم اگه دوست دارید صداتون تو این شو پخش بشه، دقیقه $2 هزینه شه، از همه کمتر سهم شما میشه. دقیقه $2 با این هاتلاینی که میبینید اعلام میشه زیر تصویر، هاتلاین پرچونه هست 712-432-4242. با ما تماس بگیرید، کردیت کارتتون رو بیارم بیرون. Put your money where your mouth is. حرف پولی بزنیم، حرف مفت نزنیم. نه من دارم حرف مفت میزنم چون پول دارم میدم. این سیستم میرسه اونجا. نه تلویزیون مردم برنامه مفت واسه شما میفرسته چون پول داره میده. شما هم میخواید حرف بزنید، حرف پولی بزنید. کسی حرف مفت نزنه. مفت منظورم بیادبی نیست، حرفی که پول نداده واسه منظورم اونه، نه که حرف بی خود. خلاصه اگر به اون حرف مفتی که اصلا بیشتر من میزنم. خلاصه تلفن ما از 712-432-4242 و ما تشویق میکنیم که شما به این هاتلاین تماس بگیرید. زمان این هاتلاین همیشه هستش برای کسایی که بخوان سوالایی در زمینه دیتینگ، ریلیشنشیپ، سکس، لاو، کمیتمنت، نو کمیتمنت، مشکلایی که پیش اومده چه زن چه مرد از من بپرسن و من نظر شخصی خودم رو به این سوالا میگم و از شما حتما خواهش میکنم و شما رو چالش میکنم و ترغیب میکنم و تشویق میکنم. And I dare you که ریکورد بکنید word for word و هر روانشناس و اولوالعزمی که کتاب داره و از آسمان اومده و میپرستید با اون مطرح بکنید و بگید که این مردی که مهندس مکانیکه این حرفا رو زده، من خیلی عصبانی شدم، نظر شما چیه؟ اگر خانوم و یا آقای بود تو لبخندی زدن و خیلی با لطافت موضوع رو عوض کردن و گفتن حالا بیا آفیس با هم صحبت میکنیم،
بدون من درست گفتم. شما آفیس هم بری یا نری این موضوع عوض نمیشه. حتی آفیس برین به خاطر اینکه هر کسی بیزنس کرده آفیس باید خرجش رو در بیاره. بس رو اینو بریم خلاصه تلفن بازه، ببینیم تلفن بازه، بعدش بسته هم چش درسته. بله منتظر تلفن های شماست. 712-432-4242. بریم سراغ اصل مطلب. اینا همش مقدمه بود. یکی از چیزایی که توی دنیای دیتینگ مردم عذاب میده و همه از من میپرسن اینه که این دستم خواهدی چیه دیجی به من میپرسن اینه که چطوری بهش بفهمم که میتونم اعتماد بکنم. چطور بهش اعتماد بکنم؟ از کجا بفهمم من دوست داره؟ از کجا بفهمم حرف راسته؟ تنها چیزی که راسته در دنیای دیتینگ واقعیت های دنیای دیتینگه که اونا رو ما بخواییم نه من دارم که ما میخواییم اونا رو برای شما تشریح بکنیم. شما در دیتینگ به هیچ کس نمیتونید اعتماد بکنید، به حرف هیچ کس نمیتونید اعتماد بکنید، چه به زن چه به من. هر حرفی یه زنی میزنه همونقدر غیر قابل اعتماد و تراسته که حرفی که مرد میزنه. دنیای دیتینگ یک دریا و یه اقیانوسیه که شما یکی از ماهی‌هاش هستی که هر ثانیه ممکنه به ماهی دیگه برخورد کنه و رد بشه. به خاطر همین هم هست که دیتینگ خلاف تمام همه به طور کلی تمام مذهباست. و هر کی دیت میکنه معنیش اینه که پادر رو مذهب خودش میذاره. چون تو همه مذهبا میگن که با مرد غریبه که ازدواج نکردید نخوابید و با زنی که باشه ازدواج نکردید نخوابید. و دیتینگ یعنی خوابیدن با زن یا مردی که باشه ازدواج نکردید. دیتینگ یعنی a sexual study on a person you are sexually attracted to. شما با کسی میری بیرون که میخوای ببینی باش بخوابی یا نخوابی. به عنوان زن. به عنوان مرد زنی رو که تصمیم گرفتی باش بخوابی انتخاب میکنی برش بیرون. وگرنه اون شام یا اون مشروب یا اون قهوه رو که بخوای بخری ترجیح میدی واسه خودت بخری، بی خودی گفت تحرم یه نفر دیگه نکنه. خانم‌ها از کلهشون این حرفو در میارن که مردا میبرن شما رو بیرون که بشناسن و با شخصیت شما آشنایی کنن. We do not give a damn. We don't give a damn. فارسیش هم میشه We don't give a damn. نه فارسیش بود. We don't give a damn about your personality. دلیلی که ما شما رو میبریم بیرون is your body. اگه اینو فهمیدی تو دیتینگ خوشحالی، با من دعوا کن، فوش بده، زنگ بزن به تلویزیون مردم، صاحبشو پیدا کن، دعوا کن، فوش بده، هیچ چیزی فرق نمیکنه. واقعیت فرق نمیکنه. آینه چون نقش تو نمود راست، خود حدیث مفصل از این جوجه هایی که آخر پاییز میشمون رو چیکار کن؟ بخوان. خب؟ ما داستانمون آینه است، ما واقعیت نشون میدیم بشون. پس شما تو این دنیای دیتینگ به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. دلیل همین هم هست که در مذهبایی که صحبت کردیم که واسه شما برای شما که دیت میکنید، برای شما که دوست پسر داری، برای شما که ازدواج کردی با دوست پسرت ازدواج کردی به خاطر اینکه اون یهودی بوده شما یهودی بودی، اون مسیحی بوده بعد از 6 سال خوابیدن با هم شما مسیحی بودی، اون مسلمان بوده بعد از 6 سال خوابیدن با هم شما مسلمان بودی، تصمیم گرفتی که ازدواج بکنی، شما برای اون مذهب ارزشی به هیچ وجه قابل نیستی و نبودی و الان هم نیستی. فقط یه گنگستری هستی که گنگ خودت دوست داری، به مذهب اهمیت نمیدی. چون گفته بود که با مرد غریبه نه تنها که نخواب نه تنها که سکس های دیگه نکن، فقط به کارت وجنالت حفظ بکن، نه تنها این کارا رو نکن بلکه دست ندن بهش، باش بیرون نرو، شام نخور. یعنی پا گذاشی تو دیت، یعنی تو مذهب خودت از اون کنار استفاده نکنم، به مذهب خودت بی احترامی کرد. منم نگفتم شما برید بیرون، ولی مذهبتون گفته نرید. به خاطر همین هست که در همه مذهب ها میگن آقا ازدواج کن، کاغذ بنویس فلان جای اون پدرسوخته رو با تناب با سیمبوکسل فولادی ببند به زمین، خونش و پشت و قباله بذار، 350,000 سکه طلا و اندازه وزن تمام فامیلای زنده در مرده خودتون مهریه بگیر ازش که این تکون نخوره.
چرا؟ چون جواب شما رو داره میده، به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. حالا ما چیکار کنیم در دنیای دیتینگ؟ به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. این همه پسر گردن کرد و خوشگل عزادانی خوشتیپ خوشلباس مثل من هستن توی این دنیا، ما چجوری حال کنیم پس؟ خانم های عزیز اینو میگن، شکایت داشته که از خانم های بیزنسمن معروف که در pinkpages.com مراسم زندهش که هفته پیش پخش شد، اومد مصاحبهش هم پخش شد ولی اسمش رو نگفت. یکی از خانم های بیزنس پرسن خیلی معروف ایرانی هست در لس آنجلس، میگفت دخترها میرن، پسرها میرن، دخترها میرن بیرون، ما باهاشون میرن بیرون، بعد به هم میزنن قضیه رو، هی میگن آخرش هم میگن مامانمون موافقت نکرد، آخرش هم میگن نمیدونم این نشد اون نشد. چرا؟ چون مجبور دروغ بگیم. شما مجبورش میکنید دروغ بگیم. چی کار بکنیم که این بلا سرمون نیاد؟ به عنوان زن، به عنوان مردم حالا میگم، اعتماد به عنوان زن میخوای شما بکنید به مرد که چی بشه؟ که رفتی وقتی خونهشون باش خوابیدی بدون ازدواج که بعدا میگه این اکس منه. هرکی میگه این اکس منه، یعنی یا به مذهبش به هیچ وجه اهمیت نمیده، یا طبق قانون مذهبش که هرچی که هست، مسیحیه، بهاییه، مسلمونه، یهودیه، هرچی که هست، زرتشتیه، طبق قانون مذهب این خانم زناکاره. همین هست، یا اون آقا زناکاره. حالا دیگه خودتون میدونی مذهب خودتون، من نگفتم شما بیدید. پس وقتی که شما این کارو میکنی، رفتی با یه نفر ری سکس کردی و دیتینگ رو شروع کردی، چون اگه سکس نخواهی با اون آدم داشته باشی و با اون آدم سالها نخوابیده بودی، نمیگفتی این اکس منه، میگفتی این یه آقایی هست و باش رفتم بیرون و این بد پیاز میخورده، غذا میخوره حرف میزنه و همدیدی هم خانم اگه یه مردی غذا میخوره حرف میزنه آدم میاره، این هم کوالیفیکیشنه مثلا، یه غذا میخوره حرف میزنه. با میگفتی از اون دلیلای چرند بهش میبستی و مینداختیش بغل اون 3800 تا جاسپرند دیگه که رو فیسبوک داری. پس یعنی شما با این سالها سکس کردی طبق مذهب، هم اسمش از زنا فورنیکیشن، خب گناه کبیر است. پس مذهب از نظر شما کشکه که دیت میکنی. حالا واسه هر نماز که به تو مذهب تو گفته ازدواج بکنید اول، قبل اینکه دست به کسی بزنید یا دست کسی شما بخوره، شما گوش ندید. پس اومدید تو دنیای دیتینگ. حالا پرچونه داره به شما میگه که توی دنیای دیتینگ قوانین چجوریه؟ قوانین جاذبه، قوانین بوینسی، قوانین گازها، قوانین الکترونیک، قوانین الکترومگنتیک در روی کره زمین یه جوری دیگه است، در روی کره ماه یه جوری دیگه است، شاید تو کره خورشید یه جوری دیگه باشه، شاید بیرون از کهکشان میلکی‌وی یه جوری دیگه باشه. خب داریم میگیم که اینجا چیه قضیه؟ اینجا ما تراست به کسی نداریم، اعتماد به کسی نداریم. از هر کی، خب مثلا همینه که دخترها خیلی مواقع خودشون رو میکشن، 3 ساعت که با من حرف میزنن شروع میکنن I love you, I miss you, I love you, I miss you، بعد جواب نمیدن، غر میکنن. حالا غر میکنه بعد میگه چرا، میگم چرا غر کردی؟ میگه که بخاطر من تو گفتم I love you جواب ندی، بخاطر که چرند میگی وقتی میگی I love you، مزخرف میگی وقتی میگی I miss you، تو فقط میخوای منو اینجا زلابه بکشی که من به تو گفتم I miss you تو به من میگی. اون دختر رو 2 هفته باهاش حرف میزنی میذاره میره. حالا از یه چیزی من میفهمه که من یه آدم عوضی بودم میذاره میره، یا مثلا میفهمه من غذا میخورم دهنم باز حرف میزنم، یا میفهمه من حالا به هر دلیل هر چیزی که اون لازم داره نرشم میذاره میره. خب حالا من پس چجوری با اون تراست بکنم؟ اصلا تراست معنی نداره تو دنیای دیتینگ. دیتینگ یه نوع بیزنسه مثل بقیه بیزنس ها. تو مذاهب اومدن گفتن که آقا این بیزنس بخاطر اینکه سکیور باشه، میگن women want security که حتی منظورشون مانیه، این به خاطر اینکه این بیزنس سکیور باشه شما باید ازدواج کنی کاغذ بنویسی، به خاطر همین هم که به هیچ کس نمیشه تراست کرد. حالا چیکار کنیم پس؟ برگردیم تو سراغ همون سوال اولیه، چیکار بکنیم؟ الان شایی پرچونه میخواستیم روی باشیم؟ از کجا زنگ میزنی قربان؟ بله لطف کنید لطفا با کریدیت کارت زنگ میزنید، خیلی ممنون میشم از خاطرم پرچون. بله من پولکی هستم و بسیار آدم پولکی. میگیری خاطرم پرچون رو 712 432 42 42 لطف میکنید و
به حرف بنده احترام میذارید و شما هم در هزینه های این شو شرکت میکنید. از دو دلاری که برای هر دقیقه میدید، یه دلارش رو کمپانی ها بردارن میبرن، یه دلار دیگرش میمونده دست من. سیستمتش رو باید تکس بدم به گردن کلوفت های داخل آمریکا که بعدش تازه میخوان 70 سنتش میمونه. حالا شما اگه 100 دقیقه رو من حرف بزنید که برنامه هستون 100 دقیقه نیست، هر کنیتون 2 دقیقه حرف بزنید یا 4 دقیقه حرف بزنید، 4 تا 70 سنت 2 دلار 80 سنت میمونه تجزیه ما که میشه خرجای این چراغ و برق و این و اون و اون و اون و خود هاتلاین که هزینه ماهیانش باید بکنید. تلفن ما هست 712-432-4242 از سر تا سر دنیا، ایشون دوستمون از انگلیس زنگ زده بودن، سر تا سر دنیا هر کریدیت کارت میجر داشته باشین، ویزا، مسترکارد، امریکن اکسپرس، whatever، هر چی که کریدیت کارت بزرگ جهانی هست، میجر کریدیت کارت هست، میتونید تماس بگیرید. 2 دلار هزینه نشه. شماره که گرفتین صدای نحس منو میشنوین که میگه که شماره کریدیت کارت رو وارد کنید. شماره کریدیت کارت رو وارد کردین، پاوند رو میزنیم، بعد میگه شماره تاریخ ماه انقضا رو وارد کنیم، میزنیم مثلا 04، بعد میگه روز ماه انقضا رو وارد کنیم، میزنیم مثلا 25، بعد پاوند میزنیم، بعد کارت رو برمیگردیم، پشتش نمیشه سیکیوریتی نامبر رو پانچ بکنیم، مثلا میزنیم 353 پاوند، بست میشه. ما 2 ساعت در خدمتون هستیم. شما اگه میخواید 2 دقیقه حرف بزنید، قلم کنید چشم بنده، هزینه‌اش هست دقیقه 2 دلار. خیلی ممنون. همه چیز خرج داره، همه چیز خرج داره. فقط کسایی که آگهی تو شوی ما بدن و تو تلویزیون مردم بدن که این ماهیانه 20 دلار و 15-20-30 دلار بیشتر نیست، اگر بخوان تبلیغات بکنن تو شوی پرتونه، اون وقت تلفن‌هاشون هم به شو مجانی هست. درست مثل همه جایی که شما می‌رید، حتی این کارواش سر خیابونتون، بقالی سر کوچه‌تون، ما هم چیزی هستیم که به شما سرویس داریم میدیم، اینترتینمنت سرویس. هیچ فرقی هم نمی کنه. تمام حرفایی که من میزنم مثل فوت کردن رو آب اقیانوس بی فایده است برای افراد، بخاطر که افراد دوست دارن با فرمول برن جلو و شما هرچی خلاف فرمولا بگی، مثل اون که بخوای به یه بچه گربه حساب جبر و آنالیز یاد بدی یا بخوای به یه بچه گربه رقص یاد بدی، اگه خودو بکشی و این رقص هم یاد گرفت و در مسابقات جهانی برنده جایزه اول رقص بچه گربه های جهان در تاریخ شد، به محضی که بچه ایزایی دیگه نمیتونه بهمون یاد بده. این قضیه دده کاتن، مثل که بریده باشه یه مسیر رو دیگه ادامه نداره. این حرفا اینجوری به خاطر که وقتی دختر بعدی به دنیا میاد، دوباره میخواد دنبال جاست فرند بگرده، دوباره میخواد دنبال تراست کردن بگرده و بعد دوباره دنبال لاو بگرده. پسر بعدی هم که به دنیا میاد، یه نگاهی به اون فرپاچه میندازه و یه نگاهی به اون سینه‌های باز سفید قلمبه میندازه، میگه میخوام. کلمه میخوامو نمیتونه به دختره بگه، مجبوره چیزی افتاد باشه. کلمه میخوامو نمیتونه به دختر بگه، مجبوره بگه سلام، راجب آینده میخوام باهات صحبت کنم، بریم با هم دیگه کروز و در اونجا من شما رو بشناسم و در سمینار صحبت بکنیم که راجب عشق و آینده میخواد برای ما توضیحاتی رو بده، بعدم شب مشروب میخوریم و دوره که رفتی بریم تو کابین. خب این سیستم بعدیه. به خاطر همین که شوی پورتونه همیشه باید اونجا در حال پامپ کردن باشه. روی وبسایت fortune.com که میرید، fortune.com، قیافه نحس من اون بر سمت چپ تصویرتون هست، این وسط هم عکس رادیو هست، بالاش هم نوشته میدیا، پایینش هم اینفورمیشن تلویزیون مردم هست، بالاش نوشته میدیا، اون میدیا رو کلیک بکنید، آرشیوهای برنامه هست، اینا هستش که باید به پسران و دخترانتون بگید که اینا رو نگاه کنن و اینا رو گوش بدن و دعواهایی که با من میشه تو اون برنامه سر این قضایا گوش بدن و جوابایی که من میدم گوش بدن که انشالله برای زندگی خودشون بتونن راههایی رو پیدا کنن. خب حالا برگردیم سراغ سوال، چجوری تراست بکنیم تو دنیای دیتینگ به کسی؟ هیچ جوری به هیچ کس نمیشه تراست کرد. این جوابیه که واقعیه. روش‌های مختلف شناخت شخصیت طرف متقابل که شما با 430,000 ساعت تلفن بکنی و با اون حرف بزنی و اون مسائلی رو بپرسی که موزیکی رو شما گوش میدی چی هست نه، و عرض شود که شما آیا اهل مسافرت هستین نه یا که نه نه، بعد میگه آره البته من مسافرت خیلی دوست دارم. خب منم مسافرت دوست دارم. Pay for it, I will go anywhere I like or you want me to go as long as I don't hate it. خب
هنر مثلا آره یک شخصیتش خیلی بیرون رونده است، مثل اینکه مثلا دستشویی میره بیرون رونده است، اوت گوینگ. واقعا شما غذای ایتالیایی دوست دارین؟ بله. من او مای گاد وی هاف ا لات این کامن. او آی هیت چاینیز فود. او منم آی هیت. میگم یه نگاهی دوباره به اون رو به اون سینه میندازه میگه سکرو دات آی هیت چاینیز فود تو. یس بیبی لتس گو ایتالیان. موضوع اینکه اون شرابه رو بریزه تو حلقت، مارتینی رو بریزه. چرا؟ به خاطر اینکه دنیای دیتینگ بهش کسی میشه ترفته. حالا چیکار کنیم؟ شما که محل به این حرفا نمیذاری که مذهبت گفته، مامانت هم گفته، بابات هم گفته با کسی نخواب تا شوهر کنی. شما که به این حرفا محل نمیذاری، نگاه کن ببین چند نفرن که دارن دوست به سر میگیرن. ما یه برنامه داشتیم تلویزیون امید ایران که پرسیدیم چند درصد دخترهای شهر شما دوست به سر دارن، که البته روی وبسایت fortune.com تو قسمت میدیا این شو هست، در قسمت ویدیو آرکایو اتفاق ویدیو که دخترای شهرهای مختلفی که مثلا نمی‌دونید که اصلا زنگ زدن گفتن اوریج 95 درصد تا 100 درصد، اوریج که دیگه نمیشه 100 درصد، ولی این اعداد اوریج حرفشون 95 درصد و 90 درصد. خب خود همه دارن این کارو میکنن، شما که اهمیت به اون نمیدی. پس بذار باید بگم که چیکار کن که از کاری که میکنی زمینی که لذت میبری دل شکستم نشی، نقشت باید درست باشه، مسیری که میخوای بری. This is the word. Write it down. به جز این هیچ چاره دیگه نیست. شناخت و فناخت و اینا همش چرنده. هیچ مردی نمیذاره شما واقعیت اون رو بشناسی تا اون وقتی دستش به سکس شما نرسیده. یک بار دیگه میگم گوشا همه لطفاً باز. هیچ مردی شوهر شما که الان 40 سال پرویز داره زندگی میکنه هم اینکلوده، نمیذاره شما دست به واقعیت وجود اون برسه مگر اینکه با شما سکس داشته باشه. خیلی ها اصلا ازدواج میکنن با یک مرد مؤمن و معتقد و متعهد، بعد 6 ماه میفهمن که آدم مرضای عصبی دیگه داره. نمیذاره که تو بفهمی که بعدن معلوم شد اول قرار نه بود که عاشقان را بکشن، بعدن قرار گذاشتن که عاشقان را بکشن. همینه داستان. هیچ مردی بجام. پس اینا همه چرنده، فراموش کن. این همه طلاق میره بالا برای چیه؟ بخاطر همه مسائل. اونایی که فشار میارن اول ازدواج کنیم بعدم هر کاری بکنیم، بعدن هر کاری هایی که میخوایی بکنیم جزش طلاق هم هست، جزش فهمیدن بشن طرف هم هست. چون هیچ مردی کافی گفتم، هیچ مردی تا سرسش به سکس شما نرسه شما واقعیت وجود رو نبینی. یه آدم خنانه، قرنیه، آماده به گفتن یس هانی هست که تا زنگی به شما بگه نو بازم دنبالش میدوید چون ریجکتت کرده. که این بحثی که از بحثای دیگه پرچونه است که ریجکشن مثل نشادوری مونده که به یه دختر بزنی میدوید دنبالت ولت نمی. البته نه همه دختر ها. من به سیندی کرافورد الان بگم نو نمیدوید دنبال من، ولی اون کسی که لیگ تو باشه ریجکشن دیوانت میکنه، که به خصوص دختری که اومده باشه سراغت اون دیوانه تر میشه. برسره هیچ مردی واقعیت خودش رو قبلی که به شما سکس بکنه نشون نمیده. میخواد سکس قبل از ازدواج باشه، میخواد بعد از ازدواج باشه. دخترم همینطوره. شما واقعا نمیفهمی که دختری که با شما اومده به این قشنگی به این خوبی آیا قرص پروزک داره میخوره یا نه، آیا تحت درمان معالجه روانیه داره تراپی میره یا نه، آیا میخواست خودش بکشه یا نه. بعدا معلوم میشه. حالا چیکار کنی؟ آقا this is the word. Write it down. من میگم هر چی که از طرف مقابلت میخوای سعی کن بگیر، و هر چی که اون از تو میخواد دیگه موافقی بهش بگیر. There is no favor. هیچ تو دنیای دیتینگ هر چقدر یارو جذاب، هر چقدر یارو قدش خوبه و جواد نیست و جوراب سفید و با شلوار مشکی نیکنشه، هم ببین جوراب مشکی پوشیده باشه جواد نیست، و هر چقدر هم که جواد باشه و جوراب مشکی سفید و شلوار مشکی هم نپوشیده و جواد هم نباشه، شما باید اون چیزی رو که میخوای ازش بگیری.
و سعی نکنی که اون چیزی که تو میخوای اون به شما اعلام کنه که من میخوام به شما بدم. چیزی وجود نداره مگر که چیزهای مشترک باشه، در غیر این صورت نیست. مردم همینطور، اون چیزی که میخوای از دختره بگی به فکر که این باکره بوده یا نبوده، میگی من باکره هستم، چلنده از باکره و ماکره و این چیزا. الان همش جوکی نیست که بیشتر که دخترها مسخره میکنن پسرایی که دنبال باکره میگردن. هر چیزی که میخوای در رابطه، من شخصا اینجوری هستم، هر چیزی که در رابطه میخوام دیمند میکنم، سعی میکنم بگیرم، نه به زور، نه با تهدید، نه با هیچی. در خونه همیشه باز، همیشه دختر برای رفتن بیرون مجاز، ولی برای که تو حلقه تو چیزی که اون میخواد به زور بکنه، اگه من نخوام نه، مجاز نیست. شما اگه به عنوان یه زن از مرد کمیتمنت میخوای، که فارسیش میشه کمیتمنت، اگر کمیتمنت میخوای از یه مردی، یعنی تعهد اخلاقی، و مناغمی میخوای، یعنی فقط با تو باشه با کسی دیگه نباشه، که نهایتا به اضافه سکستون میشه ریلیشنشپ، باید بخوای روز اول یا نه هفته اول. نمیتونی سب بکنی و بعد ببینی اون با یه دختر دیگه داره حرف میزنه، بعد بگی یه آدم خیانتکاری، شما نخواستی ازش. هر چیزی که میخوای دیمند کن، نق نباید بزنی و بهش بگی که چیزی رو که میخوام به من بده. من به عنوان یه مردم اگر به شما نداد 8 سال صبر نکن که شاید عوض بشه. واقعا خیلی پسر خوبیه، ولی نمیتونه احساسش نشون بده. احساسش نشون بده یعنی چی؟ خب نمیتونه احساسش نشون بده. چرا وقتی دستش میسوزه میگه آی؟ چطور وقتی که تیم مورد علاقش گل میزنه میپره از صندلی بالا فوش میده برای تشویق؟ چطور اینجا میتونه احساسش نشون بده؟ به تو نمیتونه بگه من دوست دارم؟ به تو نمیتونه بگه من میخوام با تو ازدواج کنم؟ نمیتونه احساسی چی نشون بده؟ نمیخواد که به تو بگه. همه آدم ها همینطوریه. حالا بعضی یه خود ممکنه خجالتی تر باشن، ولی به هزار روش مختلف، هر یاری که ممکنه تو چشم نگاه نکنه بگه که عزیزم دوستت دارم، ولی با هزار روش دیگه احساسش نشون بده. نمیشه، نمیتونه احساسی چی نشون بده، وجود نداره. پس شما باید بخوای ازش که آقا من اینه داستانم، من میخوام اگه با کسی میرم بیرون خانواده من ببینی، من میخوام اگه با کسی میخوام برم بیرون سکس نداشته باشم، من میخوام اگه با کسی میخوام برم بیرون اینطوری باشه، من میخوام اون باشه، این باشه، این باشه، همه رو بگی، هیچ اشکال نداره. مثلا نه با حالت متحکمانه یا پر رو یا بقیه یا رو یا هر چی بی‌ادبانه، ولی مطرح میکنی. پسرم متقابلا همین، هر چی که میخواد. پسرم میگه دختره رو 6 دفعه آوردم خونه، اون هی مشروب بهش دادم، هی به من سکس میکنه. میگم تو شروع کردی؟ میگه نه من اونجا نشستم. خب شروع کنی ببینی، میگه یس یا میگه نه. میترسم بگه نه، به جهنم که میگه نه. در خونه بازه، بفرستش بیرون که وقت داشته باشی بعدی رو بیاری. تو که میدونی به ازای هر دختری که به تو میگه نه 10 تا دختر دیگه دارن میمیرن که به تو بگن بله. در نتیجه شما چیزی که میخوای بخواه، بدون زور، بدون ریپ، بدون تجاوز. دختره دوبار سه بار میاد خونه تون سکس نمیکنه، میگه آقا what's the deal، پرابلم چیه، you don't like me، حرف بزن. البته قدم های اولیه رو برمیداری، به عنوان اومدن خونه و گشتن و یه مشروبی خوردن و اینور و اونور و دست گرفتن و این چیزهای معمولی دیگه، اینکه ما نمیخوام درس بدیم که چی کار دارم. ولی بعد میگه آقا داستان چیه پس؟ وقتی بهت میگه ما میتونیم با هم دوتا دوست خوب باشیم، یعنی من دارم با کسی دیگه میخوابم، با شما نمیتونم بخوابم، چون شما برای من جذابیت مردونه سکسی رو که من از یک مرد توقع دارم، که اون پسر گردن کروسی که با موتور میاد میشن چاقو خورده اون داره، تو نداری. شما صبر میکنی، من 28 سالم که شد پارتی هم رفتم، اورجی هم رفتم، اکسام ردیف شدن تو فیسبوک، این ممنوع، اون بشه، اون دیلیت فلان، اینا یک بش کلابه یا بند کلابه فیسبوک هم درست شد، سکسام کردم، کورتاج هم کردم، همه کار انجام شد، سنگین و باوقار و دنیا دیده شدم. اون وقت تو که وقتی قشنگ کلابت در آوردی و خونت خرید، اون وقت ممکنه من به تو ازدواج کنم، وقت تو شوهر باشی، به تو میگن هازبند متریال. ما الان میتونیم دوستای خیلی خوبی باشیم.
این جوابی که گرفتی یعنی باید اون در رو با کمال احترام به خانم نشون بدی که تشویشون ببره. چرا؟ چون اون خانم به شما بدهکار نیست، اون خانم به شما تعهدی نداده، با شما اومده رفته بیرون گفته خندیده، یه خودم فلرت کرده، لاست داده به قول فارسیش که تو بیشتر دو سه بار دیگه بیای، نزدیک کنسرت بوده، میدونسته تو با دی جی آشنایی، میتونه بری تو، دو تا خنده بیشتر هم اونجا کرده با تو، یه نیم ساعت هم شب قبل کنسرت هم باهات حرف زده که تو بیشتر حرارتت بره بالا این ببری فردا کنسرت، و بعدش هم دیگه با دوست پسر خودش کرد، دوست پسر که نه مثلا مخفیانه رفته با اون سکسش هم کرده، ریلکس، شما این خانم رو واقعا میخوای یه 7-8 تا دیگه صبر کن بشه 28ش میاد خودش. آدمایی که برای بویفرند جذاب نیستن، ما یه برنامه داشتیم به نام بویفرند متریال ورسس هازبند متریال، یعنی کسایی که مایو خمیرشون جون میده واسه دوست پسر، کسایی که مایو خمیرشون جون میده واسه شوهر، یعنی به زبان فارسی ساده اسب وحشی که کسی سواری نمیده و اسب درشکه که آماده است که فقط بگیم بریم که یس میم وش وی. خب این داستان حرف هم بزنیم این دفعه زندان 911 که میدید چیه 911 داستان تشبیه به قیافت میخور، مثل یه سگی که میدونه کیو پاچه کیو میشه گرفت و باید از کی فرار کرد. حالا در مثل مناقشه نیست، نمیگیم زن مثل سگ میمونه، چون اگه بخوام مقایسه کنیم بیشتر زن مثل گربه میمونه، مرد مثل سگ میمونه، ولی خب حالا اون به مقایسه نمیکنه، ولی زنی که میدونه که سگی که میدونه که میتونه پاچتو بگیره میفهمه تو چشت میفهم، اونم که میدونه که آه آه تو متریال پاچه گیری نیستی خودش خوش سواب نمیکنه، اما میفهم یه تو به درد چی میخوری. خب داشتی جواب داد بگی. خلاصه برگرد سر اصل مطلب خودمون. تراست و اطمینان تو دنیای دیتینگ به هیچ کس وجود نداره. فکرم نکن که کاغذ امضا کردی دیگه این آدم شد شوهرت دیگه پس دیگه میتونی بهش تراست کنی. هیچ موقع شما به هیچ کس نمیتونی تراست بکنی. در نتیجه برمیگردیم سراغ پالیسی بعدی پرچونه. پالیسی که در کتاب‌های روانشناسی روش فشار نمیارن. خاطر این پالیسی باعث میشه که شما خلاف قصه های فری تیل و قصه های افسانه‌ایه که خوندی از 5 سالگی در طول 40 سال که هنوزم 5 سالته، این 40 سال زمان نگذشته، شما قصه خوندی خلاف اونا میره و شما خوشحال نمیشی، و چون خوشحال نمیشی راه حل هم دست دکتر روانشناس نیست، دست دکتر روانپزشک هست ولی دست دکتر روانشناس نیست راه. مگه اینکه بیاد تو ریالیتی، ریالیتی هم ضد قصه هایی که تبدیل دختر بچه ها میدن، در این چه گروه گروه متقاضیان تراپی به سمت مذهب ها حرکت نمی کنن که من با یه نفر آشنا شدم حالا نمیدونم چجوری تراستش کنم، عزیزم ازش سوال کن، بگو کجا هستی، باش بیشتر تماس بگیر، اینجوری کن، جد و کار نمی کنه. پالیسی پرچونه در این موقع چیه؟ چی کار کنی که هم لذت ببری، هم چیزی رو که میخوای بگیری، هم چیزی رو که اون شخص از تو میخواد، چون اگه چیزی که اون شخص از تو میخواد ندی که نمیمونه، هم چیزی که اون شخص میخواد بهش بدی و ضرر نبینی، البته در حدی که خودت موافق باشی، و هرگز فکر نکنی که این داره به سمت یک عشق و یک رابطه عمیق پیش میره، مگر اینکه اگه خودش میره، اگه خودش میشه رابطه عمیقی با این پالیسیه که میشه. پالیسی چیه؟ فاصله. شما تو خیابون داری راه میری، با مردم بیزنس میکنی، با مردم حرف میزنی، کلت رو کلتشو نمیچسبونی، این فاصله هست، این فاصله رو باید نگهداری، این فاصله باعث میشه که دماغ شما نشکنه، باعث میشه که تو چش شما چی فرو نره، این خودکار دستمون شما نمیری جلو، این فاصله رو نگه میداری. فاصله چیه؟ قلب شما مال خودت. دل دادن هنر نیست، کوالیتی هم نیست، چیز با ارزش هم نیست. من خیلی زود دل میدم، من خیلی حساسم و زود دل میبندم. حالا چی؟ این بده این منه به تو، چون تو حساسی تو بلد نیزی، مثل مثل اینه که مثلا من بگم من
خیلی وقتی با مردم بیزنس میکنم خیلی راحت به محض اینکه طرف میگه که آقا من میخوام با شما بیزنس کنم، بلافاصله سوشال سکیوریتی و حساب بانکی و همه رو بهشون میدم، کلید ماشین یه کپی میکنم، واسهش کلید خونه هم یه کپی میکنم، چون ما میخوایم با هم بیزنس کنیم. خب این احمقانه است دیگه. قلب شما و دل شما هم در واقع متعلق به خودته، جزء سرمایه های خودته که قراره با توسط قلبت و دلت و روح ترچیکی میدین از زندگی لذت ببرید. اگر بشه اینو بدی دست من، خب من لگدش میکنم میرم. این لگدی که من میکنم هم از روی نزده کینه است، بلکه از روی بیخیالیه. من میبینم شما اومدی خونه من و یه دفعه اومدی و رفتی و دفعه دوم اومدی سکس کردی و دفعه سوم سکس کردی و خب من هم بیخیالم هستم و از همه که هست دیگه. من که بیشتر از این از تو نخواستم، تو هم که به من نگفتی که بیشتر از این از من میخوای. خب پس من دارم فکر میکنم که این همزوزی اوکیه، شما هم شکایتی نکردی. یواش یواش شما زمینه این پروسه فکر میکنی یه مردی پیدا کردی که داره وقت با تو میگذرونه، سکسش خوبه، نمیدونم قدش خوبه، جراب سیاه میپوشه، شوار مشکی سفید، شوار مشکی رو با جراب سفید نمیپوشه، جواد نیست، اینا اونجوریه. آنگاهی لیدی گاگا هم نمیگه من حالا به هم میخوره ازش، چون تو نمیگی، چون میگی دوست دارم و موزیک راکش هم خودش گوش میده، بس تو پخش میکنی تو ماشین نشستی، درست فهم میکنی چقدر خوبه. یواش یواش شروع میکنی دل بستن و این دل رو باز کردن. اول بدان آرام تو را آنگه گرفتار شوم این داستانه. بعد تو خیال میکنی، بعد یه هایی میبینی که نه هر کاری میکنی بهتر نمیشه. طرف هم میبینی با یکی دیگه هم داره تماس میگیره، با یکی رفت آمد داره و از بالا سلام علیک داره. من یکی نگفتم از بالا سلام علیک داره و شما دلت میشکنه، حالا خیانت شده به این همش توهمات خودت، نه هلوسینیشن ها و چی میگن تصویرهای مبهم خیالی خودت، در حالی که این فاصله رو نگه نداشت. خب پس میخواید اگه میخواید مورد آزار قرار نگیرید، تراست مهم نیست که به کسی داشته باشید، فاصله تا میگن. هیچ کدوم از این بیزنسمن هایی که میبینی با هم دارن بیزنس میکنن و شریک هستن و اینا انقدر به هم اعتماد ندارن که حالا نمیگیم هیچ کدوم، شاید دو تا برادر باشن، شاید دو تا پسرمو باشن، شاید دو نفر باشن که جون واسه هم دیگه دادن و به هم خیلی اعتماد دارن. ولی به طور نرمال اکثرا این هم بیزنسمن ها که بیزنس های موفق دارن و پارتنر هستن با هم دیگه، به هم دیگه انقدر اعتماد ندارن که تمام چیزای مالیشون رو به هم دیگه بدن، تراست اکانتاشون رو بدن، پولای خانوادهشون رو بدن، سوشال سکیوریتی زن و بچهشون رو بدن، پولای اونا رو بدن، شماره اکانت اونا رو بدن، هر جا خونه خریدن سندش رو بگن کجاست، اسمش رو بگن، بگم شما پاور اترونی داری که بخری بفروشی همه املاک من، اینطوری که نیست. سر یه جایی با هم بیزنس دارن، مغازه همبرگر فروشی با هم باز کردن، سابوی باز کردن، رنت کار باز کردن، در اون حد بیشتر از اون فاصله بیشتر از اون نزدیک نمیشن. دیتینگ هم همینطوره. اینطوری هستش که ما تو دنیای دیتینگ میتونیم سیف اند سکیور باشیم و به بچه هم یاد بدیم که آقا اینجوریه، دختر خوب اون نیستش که وایسته 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 باکره، اینجور که یاد میدن بعد 17 سالش باکره است، 18 سالش هم باکره است، بعد همون بچه هاش میرن با دوستاشون میرن بیرون، اونا هی دوست به سر دارن این هی میگه نه، اونا هی میرن بیرون میخوان بونش بمونن این میگه نه، اونا میخوان برن نکسید این میگه نه، خیلی خوب فاین ایتس بیوتیفول ایتس یور پالیسی ایتس نایس، همینجوری میره جلو. بعد این فشار واسه سنگین سنگین تر میشه، دانشجو سال اول در پزشکیه، داره میره دانشگاه، همه مثل خرگوش بهاری سر هم دیگه سوار میپرن بالا پایین، فصل بهار دارن جشن میگیرن، این هنوز میگه نه، باکرگی از 21 کشیده میشه به 22 و در سن 23 سالگی بعد از کلی فشار با این نفر آشنا میشه، بالاخره تمام اون چیزایی که در کتابای قصه گفتن نگاه میکنه میبینه درسته یا نه. من از پسر میپرسه پسر من با متانت میگه بله، به خاطر اینکه قرار نیست بگه نه که این بپره بره سر یه بوم دیگه بشینه و بالاخره در 24 سالگی تلنگ در میره. حالا فکر میکنه این دختر خوبی بود که این همه خودش خوب نگه داشته و الان موقعشه که
دیگه تمام دلشو بده به این مرد و این مرد خودشو پیدا کرده. با این همه افکار احمقانه وارد این ریلیشنشیپ به خیال خودش ریلیشنشیپ میشه. بلکه اصلا نمیدونه ریلیشنشیپ یعنی چی. زمانی که میگم از ریلیشنشیپ فاصله بگیریم. بعد پسرم میخونه میگه حالا کیه؟ یک آقا یک گردن کلفت خوش قیافه هستش که در کالج یا دانشگاه ایشون هم ایشون مهندسی مثلا میخونه، اون داره دندون پزشکی میخونه. بعد که دو سال هم حالا پسر 24 ساله است با این خانم آشنا شده، خانم این اینا این مورد بوده که با هم سکس میکنه، میشه 25 سال نیمش، اونم میشه 25 سال نیمش، اون فشار میاره ازدواج فلان اینا، میگه نمیتونم فلان اینا، یه خود قهر، یه خود آشتی، خود عشق، یه خود میدم که بعد میگه خود فیسبوک عکس میذارن، خود اینجوری میکنه اینا، این ترانزیشن انجام میشه و بالاخره بریک اپ میکنن. به سمت بعدی این سیستم ریالیتی دیتینگ شما باید ببینید. یه برنامه من داشتم کاپیش روی آرشیو پرچونه هست، میرین پرچونه.com به سمت میدیا تو آرشیو ویدیو بگردین هست، اسمش هست Youth Relationship is only about sex، یعنی رابطه در سنین جوانی فقط سکس. گرچه شما شوگر کوتش میکنین و قشنگش میکنین، تبدیل عمتون میدین که عمه جون من دختر ولگردی نیستم با پسرا سکس داشته باشم، این نامزد منه. دیگه این همه نامزدی ها شروع میشه، بعد به هم میخوره، شروع میشه به هم میخوره. این نامزدی چیزی جز دوست پسر نیست. توش مذهبی ما نامزدی نداریم. یعنی چی نامزدی؟ یعنی ازدواجه یا نیست؟ نامزدی یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم به شما بگیم که ما بعدا شاید با هم ازدواج کنیم. اما خانم لطفاً خفه. آقا دایی لطفاً خفه. تا بیایم خدمتتون که دو سال دیگه اگر برکاب نکردیم. خب؟ این داست، این معنی به معنی نامزدیه. به این ترتیب شما اگه نگاه بکنیم اینه که تو دوران جوانی بین مثلا 20 و 21 و 24 5 لکه میدن دانشگاه مدرسه، اینه که سنی ازدواج نیست ولی همه دوست پسر دارن، همه دوست دختر دارن، همه نه، یعنی همه ریاضی نه، عدد تقسیم بر صفر نمی کنه، عموم قابل توجه و اکسپشنال هستن، rare and far beyond far. بله دوستان عزیز، لطفاً اگه میخواید با شوی پرچون تماس بگیرید، شما تلفن ما هست 712-432-4242، هاتلاین پرچون هستش که لطف میکنید دقیقه $2 هزینه هستش، توی این برنامه زنگ بزنید و شرکت کنید، قلمتون رو چشم یه مقدارم در هزینه‌هاش شما ما همکاری بکنید. 712-432-4242 من در خدمتتون هستم. برنامه زنده پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 1 بعد از ظهر هست که دیگه هر جای دنیا تشریف دارین خودتون حساب بکنید ساعت شو. برنامه زنده رادیویی ما هم روزهای سه شنبه 11 صبح و 9 شب به وقت لس آنجلس. گفتیم که آقا روابط جوان‌ها در سن جوانی بین 23 و 4 و 5 نه همه فقط سکسه. بعد وقتی شما وقتی میگم مخا همه توش گچ کردن واسه همینه. شما به عنوان یه آدم 33 ساله برو با یه دختر 22 ساله صحبت بکن در کالج یا در دانشگاه، سه دختر 21 ساله صحبت بکن که مخواه باشه سن 33 ساله 12 سال از من بزرگتری، حالا اگه نگه سن بابا ما داری 12 سال از من بزرگتری، چه اشکالی داره؟ خب ما هرچی مثل گفتم با هم دیگه نبینیم، چرا منم منصور رو گوش میدم so what then what یعنی چی فلان اینا، ما اگه ما ازدواج کنیم ما اینطوری باشه، اگه اونجوری باشه اینجوری باشه، اگه سن من اینجوری باشه اگه اون اینجوری باشه، بعد تو من بشه 30 سالم تو میشه 45 سالم من میشه 45 40 سالم تو 50 میشه، بخوای بشین روزنامه بخونی. ببخشید من این دختره 21 2 ساله 24 ساعته به جای روزنامه فیسبوک نمیخونن. امینه دیگه شما که بیشتر از پیر مرد روزنامه میخونید و فیسبوک میخونید، کاغذ میخونید، بعدم دیگه روزنامه کسی نمیخونه، همه فیسبوک میخونن، اخبار مدرن جدید، این که فلان بیمبو با یه دامن جدید عکس گرفته ببینیم تا کجاش معلومه، همه رو تعقیب می‌کنیم.
اینو نگو، اون مزخرفات رو نگو. بگو آقا جمع تو از من در دوازده سال بزرگتری، من دوستم با یه آدمی بخوابم که مثلا 24 سالش باشه، با اون برو خواب، چه اشکالی نداره. یعنی که این کار میکنی، بعدم 6 نفر 7 نفر در طول کالج عوض میکنی به عنوان بویفرند، یه 15 نفرم که مخفیانه است کسی نمیفهمه، تو هم به حساب نمیاری، تو رکورد سوشال سکیورتی تکس آفیست نمیره. بعد موقع ازدواج میگه آقا من مثلا حالا حاضرم ازدواج کنم. بعد وقت شما 28 سالته با کی ازدواج میکنی؟ با پسر 30 ساله ازدواج میکنی؟ هیچ موقع. اگر میکنی البته موقع کار سنگ به همه داری، چون حرف گوش نمیکنی. و بعدم 40 ساله ازدواج میکنی؟ همون کسی که 33 سالش بود و شما 23 سالش 23 سالت بود خیلی داشت میمرد باید دوست بشه و اینا. اگر هم یه آدم 21 ساله یه دو سال با یه آدم 33 ساله بره بیرون و سکس داشته باشن و برن و بگن و بیان و همه چیشون درست باشه، احتمالی که اون یارو خر بشه اینو بگیره خیلی به مراتب خیلی خیلی زیاد بیشتر از اون 24 ساله یه که با تو میره بیرون، اگه بخواب تو ازدواج بکنه، که اگه ازدواج بکنه، اگه خودت هم موافقت بکنی، خانواده ها اگه موافقت بکنن، جفتشون با کمال احترام نشان بلاهت و حماقت دارن هم میکنن بر پیشونیشون. چه بخواد موافقت کنه که در دنیای امروز یک پسر 24 ساله بیاد خواستگاری دختر 21 سالش خوش باشن. البته من ممنونم ازشون، بخاطر اینکه این دخترها میرن، دخترها که اینجوری ازدواج میکنن میرن تو ازدواج و دو سه سالی میمونن و میبینن نه اون قصه ای که میگفتن نیست وضعیه، میاد بیرون و حالا یا بچه داره یا بچه نداره یا هرچی هست، میزنه از اون ازدواج بیرون. با وقت به دست من میرسه این دهن برساس، این زیب برساس دیگه خفه میشه، یک کلمه حرف ازدواج نمیدن. اونجاست که گربه های امثال من تشکر میکنن از خانواده هایی که اجازه به این وصلت شیرین و بسیار بسیار مبارک دادن و این دو چلچله عاشق در 21 سالگی و 23 سالگی با هم دیگه ازدواج کردن. و رفتن از خانم یا آقای دکتر هم پرسیدن که اینجوری گفت بهتر اینا با هم دیگه کنفرانس یه ساعت حرف بزنن ببینن هم دیگه میشناسن یا نه، بعد رو شناختن هم دیگه رو بعدا ازدواج کردن. من تشکر میکنم بخاطر که اگه قبل اینجوری نبود و دختران رو حساب ازدواج میکردن خب کساد میشد بازار امثال من که ازدواج نمیکنن، خیلی هم کساد میشد. و من خیلی متشکرم از اینکه این کار رو بکنم. خانواده ها اجازه میدن که دخترها برن تو ازدواج احمقانه و صلیبی هم بیرون و مارکت خالی نمونه. ولی خب نهایتا بگیر اون دختر که وقتی طلاقشو میگیره در 26 سالگی یا 24 سالگی، سه سال زحمت کشیدن برای اینکه زندگی رو بسازیم، زن خوب بساز باشه فلان اینا، 23 4 5 6 سالگی که میاد بیرون یه 10 سالم که پسر بازی میکنه و حال میکنه و این ور و اون ور به خیال خودش آماده میخواد بشه برای ازدواج بعدی، در سن 36 سالگی یا 37 سالگی با کی ازدواج بکنه؟ پسر 33 ساله میاد در پسر یا 36 ساله میاد زن 36 ساله بگیره؟ پسر 36 ساله که خونه داره، ماشین داره، زندگی داره، کارش درست شده، حساب بانکیش بود، بعد کافی هست، سیتیزن گرین کارت داره یا مثلا تو ایران هست، وضع پولیش خوبه، یه دختر 36 ساله طلاق گرفته میگیره؟ نمیگیره که. طلاق نگرفته هم نمیگیره بگیره. دختر 36 ساله باکره هم نمیده بگیره، اگه واقعا واقعا باکره باشه دستش نخورده باشه اونجا دوست در ورق اونده باشه هم نمیده بگیره، میره این مدل بالاتر و جوانترش رو میگیره. پس شوهری که برای این خانم نهایتا با جون دل حاضره با این خانم باشه یه آدم 50 ساله است. یه آدم 50 ساله همونی بود که موقعی که شما به جای 36 ساله 21 ساله بود اون هم 35-6 سالش بود. با؟ با؟ 36 سال 12 سال بزرگتره؟ همون. نگاه کن دیگه. البته خب خانمه که طلاق میگیرن و میدن تو کلاب مارتینی تو دستشون رو وایستدن لاغر کردن، اینجا رو پلاستیک گذاشتن، عمل جراحی کردن، دماغ رو بریدن، گونه رو اینجوری کردن، لب و کالجن زدن و لنز هم گذاشتن و اکستنشن هم گذاشتن همه چی؟ اینا وقتی میرن توی کلاب همیشه مشتری 22 ساله گردن کرفت قرنی عصبانی که خون زده اینجوری گردنش قرمزه و میخواد به یه نفر چنگ بزنه همیشه مشتری رو داره و
چیزی هستش که خانم‌ها کلیم میکنن و ادعا میکنن که نمیخوان، که البته نمیخوان هم نیست، بنز کافی استفاده میکنن و نوش جونشون و هر کس نمیتونه حال کردنشون ببینه چشم چهار تا از حسودی بمیره، زندگی خودشه میخواد حال بکنه. توی 46 ساله کج و کوله رو تو کلاب نمیخواد، خودش هم 38 سالشه، این پسر گردن کلفت 22 ساله رو میخواد حال بکنه، هیچش فرق نداره، کسی نمیگه این کار اشتباهه یا زندگی خودشه. ولی قضیه ریلیشنشیپ و ازدواج داره میگه که همه all hell bent on marriage، همه میخوان مثل که قانون خداست باید انجام بدن، اگه ازدواج نکنه نمیشه. بعد خب قانون خدا رو بعضی میگن قانون خدا منظورم نیست که مثلا میخوام مذهب رو بیره بررسی ببرم اینا، ولی یعنی این مثلا قانون حتما باید ازدواج بکنه، میگه اینطوری نیست. شما ببینید کی به کی میخوره، که میرسه به یکی دیگر بحثای پرچونه که ما داشتیم در طول این سالها به نام Who loves who. The age difference for marriage، اختلاف سن خوب برای ازدواج، اینو بعدا یه دفعه دیگه صحبت میکنیم. ولی خلاصه داریم میگیم که بحث ما توی پرچونه شناسوندن دنیای دیتینگ. دوستان عزیزی که دارن برنامه ما رو گوش میدن، ببینیم که صدامون میاد همه جا درسته، 1 2 3 چک چک خودشه. دوستان عزیزی که دارن برنامه ما رو گوش میدن توی تلویزیون مردم و همچنین رادیوی پرچونه، بعدا رویر هستیم تو رادیوی پرچونه، میتونید با ما تماس بگیرید. امروز یک شنبه هست و ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که ساعت برنامه لایو پرچونه است از تلویزیون مردم، با تماس بگیرید. شماره تلفن هاتلاین ما از 712-432-4242. با تماس به این هاتلاین دقیقه 2 دلار هزینه شماست، که باورتون بشه یا نشه کسایی که زنگ زدن خیلی هاشون به من اینو گفتن و اگه خواستین میتونیم بگیم بیان به شما هم بگن و صداشون هم هست روی وبسایت پرچونه، شهادت خودشونه که 10 دلار 20 دلار خرج کردن از اون وقتی 40,000 دلار رسودشون بوده، جلوی کلی ضرر گرفته شده، به خاطر اینکه راهو واسه توضیح میده همون پرچونه، در شوی پرچونه، در هاتلاین پرچونه. در هاتلاین پرچونه بنده به عنوان تراپیست یا روانشناس با شما صحبت نمی‌کنم، به عنوان یک شهروند و یک محقق، یک پژوهشگر اجتماعی با شما صحبت میکنم، به عنوان یک سوشال فلسفیست با شما صحبت میکنم، یعنی کسی که فلسفه های اجتماعی رو برای شما مطرح میکنه، سوشال فلسفیست، نات فلسفر، فلسفیست. خب فلسفر یک چیز دیگه است. خب و شما چیزهایی که اینجا میشنوید میتونید با هر کس که میخواید مشورت بکنید و اگر اشتباهی توش پیدا شد، گذشته از این که روانشناسان عزیز وظیفه‌شونه، وظیفه اخلاقی و فن حرفه‌ایشونه که باید اینو گزارش بدن و از این نکات لکه های کثیف اجتماع گزارش بدن و اینا رو بردارن، ضمن اون ما میفهمیم که حرفم اشتباه بوده و یه چیزی رو که باید تصحیح بکنیم تصحیح میکنیم. شما ادعا میکنیم تو شوی پرچونه که میخوایم خدمتی بکنیم به این ادعا رو من الان میکنم و 10 سال پیش نمیکردم. 10 سال پیش رو پرسن آقا چی کار میکنی؟ چی منظور از این برنامه چیه؟ من گفتم منظورم از این برنامه گرفتن ریتینگ و فروش ادورتایزینگ، به خاطر اینکه بحث بی خودی پیش نیاد. حالا اون ریتینگ رو گرفتیم، اون ادورتایزینگ هم فروختیم و تازه فهمیدیم که چقدر این مسائل برای نسل حاضر، نمیگیم نسل جوان، نسل حاضر که تو دنیای دیتینگ هست چقدر این اطلاعات ناشناخته است و چقدر گمراهند توی دیتینگ. داریم اینا رو یکی باز میکنیم، هلوسیناشن ها و تصورات و خیالاتی رو که آدم ها دارن رو برمیدنیم. این خیالات همش زنونه نیست، خیلی هاش هم مردونه است. یکی از اون خیالات احمقانه مردونه اینه که میتونه در سن 40 یا 45 سالگی یه ویرجین پیدا کنه که 29 سالشه. آره نمیگه مثلا اگر در دهات پست کوه پشت فلان که دختر یه دهاتی که اونجا کارش فقط شیر دوشیدن بود و
با مامانش میرفته با مامانش میومده یاده اونم دلیل نمیشه البته، ولی خب به هر صورت اونجا پیدا کردی اون ویژن نمیتونه مونده باشه. By the same token اگه کسی که اون سیستم زندگی میکنه سر 16 سالگی شوهرش میره بهم بگذاریم حالا از اون یه دختری رو پیدا میکنه بعد از 40 سال گشت و گذار و تفریح و هر کاری دلش میخواد بکنه میکنه، یه دختری پیدا میکنه 28 ساله 29 ساله 31 ساله و میگه من باکر هستم. این هم یه چیز هست افکار چیز احمقانه هستش. بس دختر میگم باکر هستم، باکر اصلا معنی نداره در دنیای امروز. باکر یعنی چی؟ هش که البته مال تنیسه ولی دست نخورده، یعنی با بکر یعنی دست نخورده. دست نخورده به معنی نیست که هایمنش هنوز سالمه یا هنوز نصفش سالمه، هایمنش فرده بکارتش اینو نمیگن باکره، هنوز کاملا پاره نشده منظور اون نیست. منظور از بکارت یعنی دختری که دست هیچ مردی بهش نخورده باشه، دختری که تجربه نکرده باشه احساس بودن با یه مرد، بودن با یک مرد، بوسیدن، بویدن، دست دادن، تاچ کردن، همه جور کارهای دیگه کردن، نه همش بودن با مردی. دختری که این کار کرده باشه، من صد دوست پسر داشتم ولی به هیچ کدومشون اجازه نداشتم، نداشتم واقعا بخوام، من هنوز باکر هستم، من دست دادم اینجوری کردم اونجوری کردم اونجوری کرد اون دست دادم نه فلان کردم خیلی کارا من کردم ولی اجازه ندادم، من به کارت هم خیلی برام مهمه. نو اکسکیوز می، بای دفینیشن یو آر نات ا ورجن. ورجن کسی که دست مرد روش نخورده باشه. حالا کجا می پیدا کنیم؟ اینا توهمات مردونه است دیگه، سر اینا خیلی خوب میشه مرد رو خر کرد، خیلی مرد رو به خصوص نه که اینجا گرین کارتشون میگیرن و سیتیزن میشن و اینا میرن ایران، خیلی خوب میشه خرک کرد، بیزنس های خوب کرد باش و همچنین اینجا ازدواج بکنن خوبه دیگه، شما میتونید این کار بکنید. و خیلی از این چیزها هستش که سرش گول میخورن و مردها بعدا میفهمن، مثل همون که شما فکر میکنید که طرف دوست داره بعدا میفهمید با چهار نفر دیگه برنامه داشته، نه همون و باید اینا یکی یکی باز کرد. دوستانی که میخوان مطلبی رو بگن، اگر که کردیت کارت ندارن و راهشون دوره، مثلا از کن ایران هست کردیت کارت نداره یا یه جایی هست که کردیت کارت نداره، میتونید برای ما کامنتاتون رو بفرستین روی یاهو گروپ ما هست پرچونه خط تیره پایین که میگن underscore show پرچونه underscore show و یا به گروه اسکایپ که پرچونه 11 هست اونجا برید ثبت نام کنید با سکایپ با ما تماس بگیرید یا مسیج بفرستید توی برنامه های رادیویی و یکی دیگه هم بود فیسبوک. فیسبوک ما هست پرچونه فاصله شو، پرچونه شو. یه خانم گلو گرفته، من دارم خفه میشم، عکس فیسبوک صفحه آفیشال پرچونه است که اونجا عضو میشید و سوال ها رو کامنت ها رو بفرستید. خیلی هاتون رو من دعوت میکنم، اگه دوست دارین به عنوان مهمون تو شو بیاید، دیگه لزوم نداره از هاتلاین زنگ بزنید، اگه هر جای میخواید قبلا با من هماهنگی بکنید که بیاین تو شو دیگه، اون وقت میتونید با تلفن یا با اسکایپ با هش بیاین تو شو تلویزیونی مردم تیوی هم مجانی تشریف بیارین و شرکت بکنین. ولی خب حرفایی که تو شو زده میشه ترجیح میدیم که تلفن کننده ها کالرای عزیز با کریدیت کارت صحبت بکنن که یعنی با هاتلاین ما رو زنگ بزنن که با کریدیت کارت چارج بشه. به هر صورت این داستان ها ادامه داره و ما هر دفعه تو شوی پرچونه یه مطلبی رو که مسلما قبلا گفتیم در طول این 10 ساله من واقعا چیز رو نذاشتم زمین تا اونجایی که نصف و این هم هاتلاین پرچونه شوی پرچونه بفرمایید. مرسی از اینکه با هاتلاین پرچونه زنگ زدید، رو ایر هستید با بهر. سلام بر شما قربان، خیلی ممنون که به هاتلاین ما زنگ زدین، بفهمید رو ایر هست. خواهش میکنم، من بعد از یک ساعت رو تلفن گرفتم این تماس گرفتم و از این خط پاری کردم به حالی رو درهایی کردیم و مقاعده که دیشم سر کار بودیم ساعت شمازار رو رسیم که بشت رو شما رو ازد کردیم. اوه برم I don't deserve that credit، برای خیلی ممنون، مرسی. من دفعه قبل خدمتتون زنگ زدم درباره
بله بله من این موقع این درده فریادتون باشه بله اینکه به بودن هفت شدیه لحظه خسارتی دی آقای سوچ هست در خدمت خواهش بفهم خواهش برم من خواستم دو ست مسئله رو شما یه نوشت اطلاعاتی شده باشید در واقع ما غیرت معانی اون غیرت و من این شاید این سنت کلمه که میگم توی ادیان و فرهنگ های مختلف بررسی کنه یک غیرت غیرت دوم محارم سوم حجاب هست این ستا و مسئله تعدد زوجات این چهارتا سربست و اگر فرصتی بود و روز داشتید امکانش بود در فرهنگ ها و ادیان مختلف که بررسی فرهنگ بود در پیش اون چهارتا مطلب من گفتم خدمتتون ممنون صحبت کردید بیشتر مدارم که نمیشتم و فقط خواستم خوش آمد گویی کرده باشم و خودم هم مربولی کسی بود باشم که به این باوجه چیزه که سرگی رشته باید بشه تمام موجودی ما توی همین که دیست داشته ولی خب من داشته اعتماد دارم یه سالی سالی پیش باش تماس میگرفتم و بالاخره از این طریق حمایت میکنیم میکردیم از تلویزیونی که به هر نفع از ازش استفاده میکنیم اینم بله ببخشید فقط من اینو یه بار تکرار کنم فرمودید غیرت و حجاب و محارم و اون یکی آخری چی بود؟ بعدم تعدد زوجات آه بله بسیار تا مسئله رو اگر توی درام فرهنگ و مذاهب و کشورها و تن مختلف محصیل فرمودید و اینم به خاطر از این اصلی را بودن بکنید از برنامه دیران زدیم و شما اصفاد میکردیم گفتم باید که من با سن دارم زمزم به در بزر زم میشم شاید با حد و چیز شما کامل از این نباشم و ایکن به خاطر مسئله آزادی سخن صحبت و به خاطر که شما به نخل چیزی هستید که متفاوت صحبت کنید و باید به روشنگی بشه این رو زنگ رو زدم موفق باشید به امید موفقیتتون و افتیام بشه در خدمت مرسی خیلی متشکرم. عرضی نیست و تشکر دوباره از اینکه با هاتلاین فورتونا زنگ زدیم. خدا دیدی؟ It's not that hard. خیلی راحت بود. ایشون 4 دقیقه حرف زد $8 به حساب مبارکشون چارج میشه و خیلی راحت شما هم میتونید این کار بکنید و در خدمتتون هستیم. حالا این $8 نهایتا ممکنه $3 و خورده ای به منده برسه $3 من پول دارم پوینت اینجاست که you making a به قول معروف یه ریسپکت میکنی به این برنامه که داره شما تولید میشه و $2 $3 $4 نه کسی بدبخت میکنه نه کسی پول دار میکنه نه به این جای کسی برخورد میکنه ولی خب it's a pledge you know ادای احترام برصورت سوالشون ببینید من اساساً باید بگم که کاری به فرمول‌ها و تعاریف مذهبی ما نداره. فرمول‌ها تعاریف مذهبی رو میگن از طرف خدا اومده. به طور کلی معنیش اینه که بشر نمیفهمه که فرمول‌های مذهبی چی هست. و باید با ایمان میگن مذهب ایمان. و شما باید با ایمان باید بری جلو. ایمان هم جای بحث عقلی نداره. میگه اساس همه مذهب‌ها هست. در چه ما نمیتونیم بگیم حجاب از نظر من چیه محارم چی هست یا چی من باید چی بگم هست یا نیست از نظر هیچ کسی نمیشه اینو تایید یا توضیح داد مگه که آقا بگم فرمول چیه قانون چیه همین فرض کنیم که مجتهدن هر مذهبی هستن در اون زمینه میتونن همون احکام رو توضیح بدن براتون کسی بحثی نداره که اون چی هست بخاطر همینه در دیده من نیست و موافقت مخالفت کردن با اونا هم باز کار من نیست ولی اینو من بارها گفتم در اون من امروز هم خودم چند دفعه گفتم کسی که پات دنیای دیگه میذاره کاری با فرمولای مذهبی خودش نداره و به مذهب خودش احترامی نداره و نمیذاره اونم من تعیین نکردم جوری هم که شما بخوای به مذهبت احترام بذاری و با احترام به مذهبت دیت بکنی وجود نداره کلاهایی هست بذارین سر مردم که بگی حالا مثلا من درسته مثلا مسلمانم یا یهودی هستم با این پسر میرم بیرون ولی ما با هم دست نمیزنیم الان هم 6.5 سال در همه مجالس با هم شرکت میکنیم و
شش سال و نیمه که کنار دریا میریم ما رو میبینی، رستوران میریم ما هستیم و این آقا به من دست نداره. ضمن اینکه این مرد سومی هست که من در این بررسی برای پیدا کردن شوهر آیندم دارم بررسی میکنم. اون یکی رو سه سال و نیم بررسی کردم از 17 سالگی تا 23 سالگی، اون یکی رو دو سال بررسی کردم چون شد 25 سالم یا 24 سالم و 3 سالم، اون یکی هم 4 سال دارم برنامه من 29 سالمه و دارم این رو بررسی میکنم. باکره هستم همونجوری که از آسمان من چند ممکنه بگیم، ولی نهایتا شما به مذهب احترامی نمیذارید. در چه دیتینگ به دنیای مذهب کاری نداره، هر کس مذهبی دیت نواد، هر کس هم دیت میکنه کاری مذهب نداره، ولی مسخره بازی مثلا گنگستر بازی شخصا. پس من راجع به محارم میتونم چیزی به شما بگم. محارم یه چیزای ذهنی، مثلا آدم شخص مبانی مرد به مادرش نظر سکسی نمیتونه داشته باشه. یه سری چیزایی هستش که کامن سنس و نچرال و غریزه است. حالا غریزه همه حیوانات ممکن نباشه، ولی غریزه انسان هست. یه پسر به مادرش نمیتونه نظر جنسی داشته باشه. بعضی پسر هستن به خواهرش نگاه میکنن. بعضی خیلی داستان هست، خیلی تعریف هست، میگن اینسست. بعضی هستن با دختر خالشون ازدواج میکنن، بعضی میگن از دختر خاله محرم، بعضی میگن نیست. نه فرمولای مذهبیه و ما نمیتونه بگیم نه صحیح یا نیست، ولی یه چیزی هست بای نیچر آدم نمیکنه این کار. همون که مثالی که زدم، شما مادرت هر چقدر جذاب و سکسی باشه، هر چقدر غیر جذاب و غیر سکسی باشه، شما این فکر رو راجبه این نمیکنید. و این محارمی که تو دل آدم، ولی حالا بعضی از مذاهب میگه مثلا با دختر خالت میتونی ازدواج کنی، بعضی وقتا میگن نمیتونی ازدواج کنی، بعضی میگن این نمون. اونا دیگه بررسی مذهبی. حجاب هم که فرمولای مذهبی مختلف فرق میکنه در مورد حجاب. حجاب یعنی پوشش و پوشوندن بدن. بعضی از مذهب‌ها میگن مردم باید حجاب پوشش داشته باشه، موش نباید چیده. بعضی از مذاهب هندو این کار اینو میگن. بعضی از مردا میگن نه، مثلا مرد میتونه موش نشون بده، زن نمیتونه موش بده. بعضی میگن مرد سینه‌اش میتونه نشون بده، زن نمیتونه سینه‌اش نشون بده. حالا تو مذاهب هرچی میگن راجع به حجاب، ولی حجاب اساسا یک چیز درست و قابل فهمیه. حجاب و پوشش برای یه زن درست مثل ادورتایزینگ میمونه. من مخبر نمیگم باید حجاب داشته باشن زنها یا نباید حجاب داشته باشن، ولی معنیشو میتونم به شما بگم. زنی که حجابش رو برمیده، حجاب منظورم چادر سیاه یا روسری نیست، حجاب منظورم اینه که پوشش. زنی که سینه‌شو نشون نمیده، باسنشو نشون نمیده، شلوار پیرهن گشاد میپوشه، این زن نمیخواد مرد نگاش کنه. اون زنی که میخواد مرد نگاش کنه میره forever 21 تا 55 سالگی هم لاغر خودشو نگه میداره، از forever 21 خرید میکنه، با دامن کوتاه میاد در مهمونی شگه میدونه زنه. ولی اینم بازم حق خودشه، ولی معنی اینه که به من نگاه کنی. زنی که لباس سکسی میشه و حجابش کمه و بدنش بازه، یعنی به من نگاه کنید. و اون حد هر زن جوونیه که بتونه مرد رو به سمت خودش جلب بکنه. مرد از مذهبی نمیاد، از اون طبیعی میاد. But they are different. هر زنی میتونه حقشه که، یعنی اصلا نیچر طبیعت وظیفه هست، حالا هرچی که میخواد بگی، که مردهای رو به سمت خودش جلب کنه که اونجوری میخواد انتخاب کنه. یعنی این کار زنا با عطر میکنن، با کفش پاشنه بلند تلک 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 صدا بله میکنن، دامن کوتاه اگه پاشون قشنگ باشه سینه‌شون رو باز میذارن، اگه سینه‌شون قابل دیدن باشه و بزرگ باشه و قشنگ باشه، اگه بار فیت بدنشون کمرشون نشون بدن، نافشون رو طلا میندازن، هر کاری میتونن بکنن. این نشون دادن بدن برای اینه که جذب بکنه مردو. اگه زنی نمیخواد مردی رو جذب بکنه، به این بستگی نداره که شوهر من به من اعتماد داره. من وقتی شوهرم بهم اعتماد داشته باشه، هر جوری دلم بخواد لباس بپوشم. نه عزیز من، این چرند باید تحویل همون شوهرت بده که خونه و زندگی و حساب و بانکیش زیر لگد شما هستش. خونه و حساب و بانکیش زیر لگد شما هست. با تحویل اون بگی اونم باید بگی یس هانی، شما افساره بگرد. بحث منطقی، دعوایی که با پرچونه میکنی، اینجا جوابش فرق میکنه.
شما چه شاید به اعتماد داشته باشه چه نداشته باشه، بدنه تو که نشون میدی یعنی مرد دیگه نگاه کنن. من وقتی یه زنی بدنشو داره تو پابلیک، حتی خونه من، معلم موسیقی هستم، خونه مردم میرم، اینو بارها گفتم، من تو خونه مردم آدم چشپاکی هستم، ولی بیرون بسیار آدم هیزی هستم و هرکس هرچی نشون بده من نگاه میکنم تا اونجایی که فاصله رو باش حفظ کنم، یعنی نگاه کردن نشون کنم نره، هرچی نشون باز باشه من نگاه میکنم، اینقدر نگاه میکنم که دلم میخواد و موقعی که دلم نخواد دلم میکنم. ولی فرق بکنه وقتی اینم تو خونه مردم کمانی پروفیشنال نه، و ممکن شاگردم، مادر شاگردم، خواهر شاگردم، لباس پیجامش تنش باشه، حالا اصلا برداشتم معلوم میشه نگاه نمی کنم تو اونجوری لباس نپوشیده باشه نه. ولی وقتی من میرم تو مال یا وقتی میرم تو پارتی، دختر خودشو کشته داره اونجوری ساخته، اونقدر باز گذاشته، اون لباس 270 دفعه پروف کرده، 6 دفعه پس داده، 100 دفعه نیومده نگاه کرده، اندازه اون چیزی که میخواد نشون بده و طریق نشون دادن اون چیزی که میخواد نشون بده رو دقیقاً بررسی کرد که این لباس رو بپوشم من، اینقدرش نشون بدم، اینقدرش هم نشون ندم. خب پس من نگاه میکنم تا اونجایی دلم بخواد و من بسیارم، خیلی هم هیزم، اصلا هم چشپاک نیستم تو پابلیک. چشپاک یعنی چی؟ اون بندازه بیرون من نگاه نکنم، اون کی نگاه کنه؟ مگه نگاه من استخون داره؟ و این حجاب معنیش اینه که میپوشونم خودم رو که مردی نگاه نکنه. یکی از اون کارهایی که زنایی که میخوان تو ریلیشنشیپ باشن باید بکنن، یعنی من ادورتایزینگم تعطیله. مثل من تبلیغ کنم که آقا بیا اینجا اتاق از من کرایه کنی، ولی اتاق پره. هیچ تبلیغ میکنی این قراره که اتاق پره، امضا کردی که این آقا تا آخر عمر این اتاقو داره، پس دیگه تبلیغ کردن نداره. پس معلومه یک کاری تو کارت هست که با اینکه ریلیشنشیپ داری یا ریلیشنشیپ میخوای، هنوز ادورتایزینگ داره میکنی. ادورتایزینگ برای واسه ریلیشنشیپ مضره، و مردی هم اگه مرد فهمیده‌ای باشه به غیرت بر نره، مرد فهمیده‌ای باشه اجازه نمیده که همچین اتفاقی بیفته. معنیش نیست که ما اجازه نمیدیم شما دامن کوتاه بپوشید، نه، کنترل خودشو داره و میگه که من با آدمی مثل این که میخواد تو ریلیشنشیپ با هم باشه و اینجور لباس بپوشه، من ادامه ریلیشنشیپ نمیدم. مرد بسیار باید کنترلینگ باشه. یکی از خصوصیات مرد اینه که کنترلینگ باشه. مرد غیر کنترلینگ اصلا ارزش نداره، احترامی نداره از طرف زنان. مرد باید کنترلینگ باشه، باید با قدرت هرچه تمامتر کنترلینگ باشه. ولی کیو کنترل کنه؟ خودشو، نه شما رو. شما هر موقع خواستی کشیف ببری با همین دامن کوتاه، this is the door، کشیف بر بیرون، و تا سه قدم از این خونه دور نشدی، چهار نفر دیگه تو عقاب میزنن، برات میزنن میبرن. جوجه ای که از قفس دور نشده میاد میزنن میبرن. هستن نشستن با من، you can mess with me، به خاطر اینکه من میتونم بگم شما بودیکار من هستی و من بودیکار شما هستم. شما سه روز، چهار روز، پنج روز، ده روز، پونزده روز یه بار دلت میخواد سکس داشته باشی، تماس بگیری یا من با شما تماس بگیرم. هر جوری میخوای بپوش، هر کاری میخوای بکن، به من مربوط. یه موقع شما میگی آقا من میخوام ریلیشنشیپ داشته باشم، تو دوست پسر من هستی، بعد به من بگی که اگه تو من تراست داشته باشی، به من تراست، اعتماد به من داشته باشی، من هر جور دارم بخواد بپوشم، شما باید موافق باشی و باید ناراحت نشی، چون منم هزار نفرم بخوام بیان دنبال من بهشون میگم نه، ولی تو با اون رون سفید چشمای همه رو آتیش میزنی، اتنشن رو میگیری، لذت رو میبری، دنبالت میان، نهانی رو میگی. یکی از لذت هایی که زنان میبرن اتنشن از مرده و توجه گرفتن از مردا، و بعدم نگفتنه، خیلی زیبا لذتی. مرد از خودشون نمیگه، مرد این کار نمیکنه اصلا که مرد زنی بگه نه که لذت ببره، ولی زن این کار میکنن. این هم چیزی هستش که ثابت شده است. اصلا بحث کردن هر موقع خواستیم بحث بکنید، تلفن ما هست 712-432-4242. اگه $2 که خرج میکنید، درسته که از این $2 ممکنه 60-70 سنتش به من برسه، ولی این $2 هر چیزی که شما دارید برای گفتن به گوش جهانیان و کسانی که دارن برنامه تلویزیون و رادیوی پرچنل رو گوش میدن میرسه، و شما با $2 خرج کردن حرفتون رو گفتید توی این رادیو و توی تلویزیون. سانسوری تا حدی که دست منه وجود نداره. پالیسی تلویزیون مردم البته به خودشون ارتباط داره، ولی در حد من شما هر چی دلتون میخواد به من میتونید بگید، هر چی میخواد بگید، هر چی میخواد بپرسید. رادیوی پرچنل روزهای سه‌شنبه ظهر ساعت 11 صبح و سه‌شنبه ساعت 9 شب
لایو، شما نمیتونید رادیوی پیدا کنید در شاید بگم دنیا، ولی حالا انقدر خیلی پررو نمیشم، ولی حداقل در جامعه ایرانی و یا فارسی زبان سر تا سر دنیا شما نمیتونید رادیوی پیدا کنید که صاحب اون رادیو بیاد بگه هر چی دلت میخواد به من بگو لایو پخش میکنم، بدون دیلی، بدون تاخیر، بدون سانسور لایو پخش میکنم، هر چی هم بگی من باهات حرف میزنم، هر چی هم میخوای به من بگی بگو. خب نداریم ما چیزی، رادیوی بی سانسور پرچونه، برید پرچونه.com و این رادیو رو گوش میده، الان داره پخش میشه لایو و برنامه مردم تیوی هم اونجا پخش میشه. خلاصه این از این 712-432-4242 شماره هاتلاین ما. و این مسئله حجاب، مسلماً کسی که تو ریلیشنشپه حجابش لازم، یعنی حجابش باید یه طوری باشه پوشیده تر از دختری که اویلیبله. دختری که اویلیبله میخواد خودش نشون بده، مردا بیان و چشم اون دختره رو در بیاره که شکمش خود گنده تر از اینه، یا سینش کوچیک تر از اینه، یا پوست پاش به این سفیدی و به این صافی نیستش، دامن کوتاه پوشه که از اون دختره جلو بیفته، چون مردا به شخصیت زنه که پای ندارن و موقعی کار دارن که همه این کارات همه این کارا گذشت و بعدن موقع ازدواج شد اون وقت ممکنه کار داشته باشن. و هیچ مردی دختر خوش اندام زیبای جوانی رو به خاطر که مثلا حالا معتاد به کرک یا آدم عصبانی یا شخصیتش بد قمارباز یا خیلی سیگار میکشه یا فلان، هیچ مردی اینو رد نمیکنه، بگه به جهنم هر کی که هست و من باش تو ریلیشنشیپ میبینم. پس این بدن نمایی و حجاب مسلما چیز مهمیه و نشون دهنده این از همین هم هستش که وقتی من میبینم یه زنی لباس باز پوشیده، کار ندارم این زن شوهر داره یا حلقه دستشه یا هر چی، من باش حرفمو میزنم. اون وقت وقتی فهمیدی که این آدم شوهر داره، اون وقت من عقب وایمیستم. بله، ولی در غیر اون صورت اون حلقه نامزدیه یا اون حلقه نمیدونم پرامیس رینگه یا حلقه نمیدونم فلانه، وای فرند هم اینه واسه هم خریده که ما هم پرامیس دادیم. از این چرندیات زیاد هست برای تیغ دادن مردا و افسار انداختن بدون ازدواج به گردنشون که هم حال بکنه، هم دوست پسر داشته باشه، هم افسار گردن پسره باشه. پسره احمق هم وقتی که با طرف آشنا شد همون هفته اول دوتاییشون عکس میگیرن میذارن رو فیسبوک، بعدم میگه انیورسری هفته اول آشنایی ماست، انیورسریه یعنی سالگرد هفته اول آشنایی ما. خب اینا چیزایی که نباید بخرید. جایرت بود و اون یکی چی بود؟ حجاب. و منم آلزایمر دارم، همه اینا یادم میره. میشنم 4 تا سوال کرد، حالا یواش یواش یادم میاد. تعدد زوجات، تعدد زوجات یک کد بشریه. این که در آمریکا تعدد زوجات نداریم و در جهان مترقی دیگه مثل اون زمانیست که مردها 5 تا زن میگرفتند و الان ممنوعه، زن که جز املاک مرد نیست، که مرد 5 تا زن بگیری حرفا نیست، هر مردی هر چقدر زن که پولش برسه داره، در همه جای دنیا هم همینطوره. چه میخواد یه سناتور آمریکایی باشه، چه میخواد یه بچه پولدار عرب یا اسرائیلی یا چه میدونم هندی یا ایرانی باشه که داره اینجا تو لس آنجلس خوشحال میکنه و صاحب بیزنس هست و فرش فروشی و تلفن فروشی و کلاب و اینا داره، چه میخواد یک کسی باشه که بسیار معتقده و بسیار مؤمنه و بسیار سنگین و مبقره، فقط با ازدواج طبق قانون میتونه 5 تا زن بگیره، 5 تا زن طبق قانون میگیره، یا حالا عرب معتقدی هست، ایرانی معتقدی هست، افغانی معتقدی هست، طبق قانون اسلام بگیره، نه پول نداشته باشی که 5 تا زن نمیتونی بگیری. اصلا پول نداشته باشی تو بمیری 5 تا زن سراغت نمیاد. که برمیگردیم به یکی از دیگه از فرمولای پرچونه که میگن، بحثای پرچونه که ما ثابت کردیم که زن کالاست و متاسفانه مردها با این نظریه مخالف هستن خیلی که مرد زن کالا باشه، چون اگه کالا باشه باید پول بدن و زنها با چنگ و دندان و خون خودشون با این قضیه از این قضیه حفاظت و پاسداری میکنن که کالا باشن که بتونن با پول رد و بدل بشن. به خاطر همین هم هست که میگن وقتی مرد تومونش دوتا میشه زیر سرش بلند میشه،
این هم یکی از بحثه است که ما دو ساعت تو پرچونه کردیم، همه تو آرشیو پرچونه هست، من رو گفتم If you missed it, that's your problem. بعد نگی به من نگفتی ها مرد به دو تامونش دو تا میشه زیر سرش بلند میشه، این چیزی هست شما همه تون میدون، یعنی که مرد وقتی که پول دار میشه شروع میکنه به دختربازی. این ترجمه فارسیشه. این دخترها مگه از جلوی مرده رد نمیشدن وقتی این بیپول بود؟ این مرده مگه نمیخواست این دخترها رو وقتی بیپول بود؟ پس چرا این بیزنس انجام نمیشد وقتی این بیپول بود؟ به خاطر که زن پولیه. تعدد زوجات هم فرمولش فرق میکنه، مطلب همونه، same crap different color. تعدد زوجات در ایران و افغانستان و دبی و عراق یه شکل دیگه است، در اروپا و آمریکا و اینجای چیز دیگه است، در روسیه و اونور یه شکل دیگه است. هر کی چقدر پول داره اولین کاری که میکنه با اون پولش بیشترین زنی رو که میخواد به دست بیاره به دست میاره، شده مسافرت بکنه، شده دخترها رو واسهشون چیز بخره، ماشین بخره. یه آقای اشتباه کرده 24 سالش بود، زن گرفته، جون کنده، حالا 36 سالشه 38 سالشه، بعد بودش خوبه، تو دبی یه دونه آپارتمان میگیره تو دریا کنار شمال جنوب، حالا نمیدونم اسمش چیه، آپارتمان میگیره و دخترها رو میشونه اونجا، خرجش هم بهش میده، گردنبندش هم واسش میخره، ماشینش هم باش میخره، بهش هم میگه جیک بزنی سرتو میبرم، شما میخوای با من دوست باشی، اینم ماشین هم گردنبند، اینم خونه، اینم همه چی، نمیخوایم زیب دهنتو بکش، راتم بکش، برو کارم بکنم، ندارم، ولی ببینم مزاحمت برای خانواده من درست کردی، من سرتو میذارم زیر آب با هر کسی دور برم. در اینجا اونم خفه میشه، لذتش میبره و بعدم میذاره میره. بعضی هاشون انقدر احمقن که خود برمل از این داستانا زیاد شدی برملا میکنن، یا آتیش بزرگی درست میشه و بعدش هم از بین میرن همه. در اصل تعدد زوجات همیشه و همه جا هستش. تعدد زوجات، سناتور آمریکایی هم تعدد زوجات داره، مثلا به صورت دختر مخفی. مرد مدرن آمریکایی هم داره، ایرانی آمریکانایز شده، کار درست شیکه که ازدواج هم نکرده، ازدواج کرده هم تعدد زوجات داره، به اندازه پولش، به اندازه اترکشنی که داره، همه داره. و کسی که موافق با این قضیه هستم زن. مردا همه همیشه میخوان از همه بیشتر تعدد زوجات داشته باشن. وقتی هم میگه که شاه ها همه حرمسرا دارن، رئیس جمهورها حرمسرا دارن، وزیرا حرمسرا دارن، مثل زمان قدیم با توری و روبند و لباسای تور لختی زنها راه نمیرن تو حرمسرا با لباسای کشاد و بویم آهنگ موسیقی برن، هر کی خونه خودش، آپارتمان خودش، دانشگاه خودشو میره جز حرمسرای آقاست. تعداد زنهای یک حرمسرای یک مرد مثل تعداد شترهای ماده ای که در یک گله شتر در فصل جفت دوره نری جمع هستن و اندازه قدرت اون نره، قدرت اون نر برای نگه داشتن زن در جامعه بشری پولشه. و ما تعدد زوجات داریم و پنجتایی هم که حالا مسخره میکنن اسلام و اسلامی ها رو میگن که پنجتا زن مسخره میکنن، این پنجتا پایین ترین عددیه که هر مردی راجب تعدد زوجات فکر میکنه، منطقه عملی شدن این به اندازه پولش هست. البته عوامل دیگه هم از پول و شهرت و قدرت که اینا ممکنه اگر پول نشه شهرت داشته باشه، یکی شهرت نشه قدرت داشته باشه، حالا که به هم دیگه همه قابل تبدیله برشتای این تعداد داده. مثلا دیگه که گفتیم غیرت هسته، چند دقیقه وقت مونده من غیرت هم بگم. غیرت اگه از حالت احمقانه خودش بیرون بیاد یه چیزی هست که هر میلی و هر مردی باید داشته باشه و داره. ببخشید. غیرت مثلا اگه یعنی چی؟ یعنی اگه تو خواهرت مثلا یه نفر یه چیزی بگه، شما به خواهرت ناراحت میشی به خاطر اینکه خواهرت زنه یا به خاطر اینکه خواهرت خواهرت؟ اگه به خاطر اینکه خواهرت خواهرت، خب شما رو برادرت هم همین مسئله دارید. اگه به خاطر اینکه اون یه زنه، یه مردی به اون یه تعرضی کرده، اینو میگه غیرت؟ بله، اون یه مقدار حمایت از خانواده است که اون چیز نرمالیه، همه دارن. یکی دیگه اون هستش که شما غیرتی هستش که دختری که با شما هست کسی بهش نگاه بکنه، کسی بهش تعرض کنه، نگاه بکنه، لبخند بزنه، گپ بزنه با شما، غیرتی میشه. منم این غیرت رو دارم،
منتها موقعی که بدم کرم از دختره نیست. برمیگرده به چی؟ به حجاب. درست لباس بپوش با هم میای بیرون، با این اون لاس نزن با هم میای بیرون، نگاه کسی رو میکنی نگاه کن، نرو تو چشمش از استخوناش گذر کنی، از انگشت پاش در بیای با چشمان، بعد بگی یارو منو ول نمیکنه، من در این صورت اصلا دخالت نمیکنم. هر کی میخواد هر چی بگه، نگاه کنه هر چی بگه. موقعی که فقط ببینم داره بهش تعرض میشه و ضعیفه و زورش نمیشه، اونم اگه کرم از خودش نباشه که دعوا را بندازه. اگه ببینم بارها شده من و دختری بیرون رفتم، این دختر کرم از خودش بوده، تا میتونسته لباس سکسی پوشه، تا میتونسته با همه گفته خنده لاست داده مشروب خورده اینور رفته اونور رفته، بعد یه پسر اومده سراغش، پسر ولش نمیکرده. به من گفت پسر منو ول نمیکنه. گفتم من اصلا مربوط نیست، میخواستی باش لاست نده. بعد دیدم نه، پسر دیگه واقعا داره گیر بهش میده و عصبانی داره میشه. دختر خوشم ناراحت شد، کاری من کردم؟ هیچ کاری نکردم. بعد دست دختره گرفت من از اونجا رفت میگیر. گفتم این تنها کاری که من میتونم برای تو انجام بدم اونو بخاطر اینکه با من اومدی، این با من نیومدی بود که کاری بکنی نشد. دفعه دیگه من میخوام با من بیرون بیای، این کارا رو نکن، این کارا رو بکنی دفعه دیگه وقت من خودم میرم دیگه، خودت میدونی با اون پسره، من میخوام پلیس صدا کنم هر کاری میخوای بکن. اگه کرم از دختره نباشه، بله غیرت خیلی چیز خوبیه، غیرت قدرتی هستش که مرد باید داشته باشه برای سکیور کردن کسی که باهاش هستش. زنا میگن از مرد سکیورتی میخوان، یکی از چیزها میگن چیز ماینر هست سکیورتی که میگن از مرد میخوان، منظورشون پوله، ولی به هر صورت اینم مطلبی هستش. حالا من نمیدونم، ما نیم ساعتی دیرتر شروع کردیم، 20 دقیقه دیرتر شروع کردیم، باید کات بکنیم یا باید ادامه بدیم؟ اگر باید میتونیم ادامه بدیم اضافه، که اگه لطفاً جناب صوبی رو من یه زنگ بزنن ممنون میشیم که میتونیم ادامه بدیم یا نه. اگر نه که من دارم یواش یواش سر میکنم که خداحافظی بکنم. برصورت مطلبی رو که دوستان پرسیدن رو حتماً پرسیدن، تماس گرفتن که غیرت رو بگو، تعداد زوجات رو بگو، ما گفتیم و حجاب و محارم و اینا چیزای خیلی مهمیه. اینا حالا ممکنه در بعضی از مذهب‌ها تعریف های مختلفی شده باشه، ما با چیزای مذهبیش کار ندیم، ولی این کلمات معنیداریه و در رابطه انسان ها هستش. محارم و غیرت و حجاب و اینا و هر کدومش یه معنی تو ریلیشنشیپ داره، بستگی رابطه شما با اون چیه. من اگه ببینم یه نفر داره اون بر خیابون به یه دختر غریبه ای که لوشو گرفته یا داره کیفشو میکشه یا انداختش زمین، ممکنه دخالت بکنم، ممکنه برم جلو و از اون دفاع بکنم. ولی من یه دختر غریبه ای داره میگه ایش برم کن بای، من ایش بای من اصلا دخالت میکنم، اون که من خودشه. خب ولی شرایط رو میبینم همیشه. غیرت رو غریبه هم میتونی شما داشته باشی، قدرت حفاظت و حمایت رو میتونی شما رو غریبه هم داشته باشی، نگاه کنی ببینی وضعیت چیه و تو مامان یه احمق اینجا مسخره نشی. خیلی از آدم ها هستن که با دوست دخترش با دیتشون میرن توی کلابی توی مهمونی و اون دختره شروع میکنه دون پاشن واسه پسرهای مختلف، یه دختر دیگه مثل خودش رو با یه وجه پارچه به عنوان لباس پوشیدن دوزه اینجوری خیلی کیوت کیوت میرن توالت از این و میرن اون و میگن میخندن قشن میکنن پسرها رو کنیدن میکنن و این پسری که باش اومده عصبانی میشه و شروع که دعوا را میفته. این غیرت نیست، این احمقانه است. ولی خب خیلی مواقع هستش که همش گفتن. خب نمیدونم آقای صوبی اگر رو ما زنگ بزنن ممنون میشیم که بگم ما میتونیم ادامه بدیم یا باید I have to shut the hell up and move. بله تا من خبر بدین رو تلفن داتم به من خبر بدین ممنون میشم. برنامه پرچونه اعلام میکنم که روزهای سه شنبه ساعت 11 به وقت لس آنجلس، 11 صبح به وقت لس آنجلس هست، روزهای سه‌شنبه، و ساعت 9 شب دوباره روز سه‌شنبه به وقت لس آنجلس که بتونیم هم قسمت ایران کاور بشه هم قسمت آمریکا و بقول کانادا و اینا. و دیگه این وسط اروپایی‌های عزیزم بعضیشون از هر دوشون استفاده کنن و در اصل بعضیشون شاید یکی بتونن استفاده کنن. روی فیسبوک ما fortune.com. بله آقا وقت داری بیا تمامش کنی. آکی بسیار، ما چند دقیقه باز وقت داریم. مرسی از لطف شما آقای صوبی، من یواشاش خداحافظی میکنم. گفتن زیاد حرف زدی، دو کلمه گرد بزنی من میدونم با تو. بله ما
من از دوستان خواهش میکنم که توی برنامه پرچمی شرکت کنن. اگه میخواین میتونین روی یاهو یا فیسبوک ما از پرچون شو لطفاً عضو بشید، فرند ریکوست بذارید اونجا، ما به شما خبر میدیم که برنامه چی هست. پارتی های خیلی خوبی در سال نو هستش که ما میتونیم ما در شرکت میکنیم، برنامه گذاشت لایو داریم همین چهارشنبه سوری، یعنی سه شنبه شب که دو شب دیگه هست، کلاب آنکی برنامه داره در اورنج و کلاب آتما در سان فرناندو ولی تو همون ولی آباد خودمون لس آنجلس برنامه داره. حالا ما احتمالاً یکی از این دوتا رو کاورج لایو به شما میدیم و که میشه روز سه شنبه شب که همون مصادف با برنامه خودمون پرچون هم هستش. عضو پرچونه، وبسایت پرچونه، ببخشید فیسبوک پرچونه هم بشید و ضمناً یاهو گروپ پرچونه رو ثبت نام بکنید که ایمیل ها براتون برسه. همه این اطلاعات رو روی وبسایت پرچونه میتونید ببینید. جای تشکر داره که از گروه پینک پیجز، newpinkpages.com، خانم باره الدران تشکر کنید برای فرصت خیلی خوبی که به ما دادن و جای خیلی خوب و تریتمنت بسیار خوب و در واقع حمایت خیلی خوب از برنامه و رادیوی ما که ما رو پذیرفتن تو جمعشون و ما این برنامه رو تونستیم برای شما گزارش بکنیم. همونجوری که گفتم بارها، برام بسیار باعث افتخاره که می‌بینم جامعه زنان ایرانی، حتی همه‌شون نه، بهتون برنخوره، من منظورم همه نیست، برام قابل افتخار، جای افتخاره که یه گروهی از جامعه زنان ایرانی زحمت میکشن و کار میکنن و بیزنس اونر هستن و وقتی شما تو مراسم میتونید ببینید تو آرشیو تلویزیون مردم هستش، مردم تیوی خانم پرچونه، اینا میتونید ببینید که چقدر بیزنس های موفق و چقدر شلوغ و چقدر خانم هایی که در این بیزنس ها موفق بودن اونجا شرکت کردن. بازم جای تشکر هست، تشکر کنیم از این گروه، مثلا برنامه های بیشتر و بهتر رو براتون گزارش میکنیم. برای تبلیغات تو شوی پرچونه و تلویزیون مردم با ما تماس بگیرید، چه با تلفن من 310-896-7524 و چه با خود تلویزیون محترم مردم تماس بگیرید، در اصل فرق نمیکنه، تو پرچونه تبلیغات هم خیلی ارزونه، با ما تماس بگیرید. هاتلاین پرچونه یادتون نره 712-432-42-42 که دقیقه $2 هزینه شد. شما سوالات خصوصی رو میتونید بپرسید، مطالبی رو که بارها افراد پرسیدن و هزاران شاید صدها هزار دلار براشون سیوینگ شده وقتی حرف منو شنیدن و فکر کردن راجبش و با هر کسی که مفصل مشورت کردن، چه زن چه مرد، جلوی دلشکستگیاتون گرفته میشه، جلوی ناراحتیاتون، دلخوریاتون گرفته میشه و ما هزاران مطلبی رو که در دنیای دیتینگ مطرح هست، حالا هزاران نه صدها مطرح هست، رو در شوی پرچونه در تلویزیون مردم و همچنین در شوی پرچونه در رادیوی پرچونه با هم مطرح خواهیم کرد. زمین رادیوی پرچونه فرمول حرف زدن، طریقه تماس، سکایپ هست، چیزهای مختلف هست، حرف اونجا خیلی بازتره و محدودیت های تلویزیونی رو ما نداریم و شما رو تشویق میکنیم که رادیوی پرچونه رو گوش بدید و شرکت کنید. با ما باشید، برنامه ها رو ببینید، دیدار ما در رادیو پرچونه سه شنبه ظهر و شب و دیدار با در تلویزیون مردم یک شنبه ها ساعت 1 بعد از ظهر. خدا نگهدار. توپل خانم جوینه من بیا این بر ای توپل خانم ای زیسته توپل خانم جوینه من بیا توپل خانم ببین ای خواهش میکنم دیگه بای مهران توپل خانم داره میاد راست میگی؟ آره این که با ما محل نمیذاره که نگاش کن وای. برو دنبالش یه کاری بکن براش بخون شاید بشه دلشو به دست بیار فکر میکنی اینجوری بشه میشه؟ آره چرا نمیشه توپر خانوم
مهرم با منی؟ بزن وقت سواد کن برم تو کارش. خانم های خوشگله لبات مثل قنچه گله عاشقتم عزیز من عاشقیم خار دله عاشقیم خار دله توی و گله بخارم توی که گل بزارم سفسته یه دلم شدی آرامش و قرارم تو گلی تو از همه سری تو خوشگلا تو دل برید میمیرم اون روزی که تو از سر را هم بگذاری میدونی که بی تو نمیشه تنهای تنهام همیشه انگاری که دیوونت شدم این دیگه رسمش نمیشه میخرم ناز تو رو ای عزیز ناز تو چند تو گل ناز منی محکم روز منی اسم تو روی نرامه تو صدامه با تو بودم از خدامه از خدامه خله بوست رو لبامه یاد تو همش بهامه همدم روز و شبامه خانم های خوشگله لبات مثل قنچه گله عاشقتم عزیز من عاشقیم کار دله تو گل بهارم تویی که گل بزارم تو خسته یه دلم شدی آرامش و قرارم من بخند به قریب گل نبم میخرم ناز تو رو ای عزیز ناز تو چند تو گل ناز منی محرم روز منی اسم تو روی لبامه تو صدامه با تو بودم از خدامه از خدامه همه بوست رو لبامه یاد تو همش بهامه همدم روز شبامه نه خیر را نمیده ای 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 اینم از تو بول خانم